اجازه بدید که قبل از سخنرانی خانم ژاله وفا من دو نکته رو به اطلاعتون برسونم. نکته اول این است که کمیته حقوق بشر کانون هر رفته برای آشنایی هرچه بیشتر اعضا مفادی رو از مندرج از حقوق بشر انتخاب می کنند و خواستار قرائت آن در دوشنبه شب می باشند. این هفته ماده 21 حقوق بشر رو انتخاب کردن که این ماده دارای دو بند است. من این دو بند رو من میخونم. بند یک: هر شخصی حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود مستقیما یا به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت نمایند. بند دو: هر شخصی حق دارد با شرایط برابر به مسائل عمومی کشور خود دست یابد. قسمت بعدی که باید به اطلاع دوستان عزیز برسانم مسئله هفته آینده کانونه. هفته آینده کانون در خدمت بزرگداشت زنده یاد دکتر محمد برقعی است. این برنامه از طریق زوم برگزار میشه و از تمام دوستان عزیز تقاضا میشود به یاد این دوست عزیز در این برنامه شرکت کنند. حال میپردازیم به سخنرانی. اگر احتیاجی نیست من اجازه بدید، من فکر نمی کنم احتیاجی داشته باشه من آدرس و محل خاکسپاری زنده یاد سهراب جاهد رو بگم چون روی وبسایت کانون هست. اجازه بدید حالا من یه بیوگرافی خیلی کوچکی از خانم ژاله وفا بگم و بعد برنامه رو می‌سپاریم به دست ایشون. سخنرانی خانم ژاله وفا تحت عنوان اهداف، روش‌ها و مراحل جنبش مردم ایران است. خانم ژاله وفا کارشناس ارشد، مهندس کشاورزی و اقتصاد کشاورزی از آلمان می باشد و ایشان از سال 1360 عضو مجامع اسلامی ایرانیان بوده است. خانم ژاله وفا در طول اقامت در خارج از ایران همواره در حال مبارزه بر علیه نظام ولایت فقیه مطلقه بوده و سعی در افشای سیاست‌های مخرب جمهوری اسلامی من جمله تحریف دین و باور مردم توسط آن نظام کوشش‌های به سزایی کرده است. خانم ژاله وفا فعال سیاسی و از همکاران سیاسی آقای بنی صدر بوده و ایشان به عنوان یک محقق و پژوهشگر در زمینه‌های اقتصادی، نفت و نیز معضلات اجتماعی مقالات بسیار زیادی را به چاپ رساندن. باید بگم که خانم ژاله وفا فقط 27 مقاله در وبسایت عصر نو دارن که در اگه خواستید برید در گویا و روزنامه مجازی گویا پیدا میکنید و به همین اندازه من در سایت های دیگه دیدم. آخرین مقاله‌ای که من از خانم ژاله وفا دیدم که کمتر دیگران به دام پرداخته اند تحت عنوان خیانتی بی سابقه در حق نسل آینده به نام مولدسازی است. مولدسازی یعنی به حراج گذاشتن ثروت ملی مردم ایران است. اگر دوستان عزیز، من واقعا تقاضا میکنم دوستان حتما این مقاله رو بخونن، در اخبار روز وبسایت کانون گویا هستش. حتما لطفا این مقاله رو بخونید که کمتر به این مطلب پرداخته شده. خانم ژاله وفا بفرمایید. عرض سلام دارم خدمت حضار محترم، عرض سپاس دارم از شما عزیزان عضو کانون دوستداران فرهنگ ایران. ممنون از این دعوت و با اجازتون موضوع رو شروع میکنم. اول یک مقدمه عرض کنم، عرض تسلیت دارم خدمت اعضای کانون به خاطر از دست دادن و فقدان دوستی عزیز که من متاسفانه افتخار آشنایی باش منو نداشتم. امیدوارم که صبر داشته باشید، صبر پیدا کنید و در حال به یاد خوبی ها، عملکرد های مثبتی که در کانون داشتن راهشون را ادامه بدید.
عرض کنم الان جنبش زن زندگی آزادی در ایران به نظر میاد که در فطرت به سر میبره. از دید من مثل آتش زیر خاکستره، نه اهداف مردم، نه میل مردم به تغییر، نه آمادگی مردم برای ادامه اهداف خود، ادامه مبارزه خود، از دید من تغییر نکرده. منتها شرایط جو خشونتی که نظام به جنبش میخواست تحمیل کنه و به کار برد علیه جنبش، و همچنین به اصطلاح فرصت طلبی بخشی از اپوزیسیون غیر جمهوری خواه، اینها ضربه های بسیار سختی به جنبش زده. اما به زعم من این جنبش به خاطر وسعتش، به خاطر تلمبار شدن مشکلاتی که بر دوش مردم فشار میاره، به خاطر نوع نگاه مردم ایران به زندگی، به خاطر فعال بودن خصوصا و پیشتاز بودن زنان در جنبش انقلابی، نمیتونه ابتر بمونه، نمیتونه ساکت بشه و حتما با رفع نواقص و افزودن بر قوت خودش ادامه پیدا میکنه. من قبل از اینکه وارد موضوع که به اصطلاح برشمردن اهداف و مراحل یا روش ها و مراحل جنبش مدنی اجتماعی جامعه ایران بپردازم، یک اشاره می کنم به آندره مالرو، نویسنده شهیر فرانسوی که وزیر اطلاع رسانی و فرهنگ جنرال دوگل هم بود، صاحب کتاب های بسیار ارزشمندی، رمان های مثل امید که در اونجا در به عنوان خلبان در مبارزه با دیکتاتوری فرانکو در اسپانیا خود شرکت داشت، در کتاب سرنوشت بشرش به عنوان یه فرانسوی مبارزه میکرد، یعنی تشریح میکنه در اون کتاب، چون خودش در هندوچین شرکت داشت، تشریح میکنه استعمار فرانسه رو در هندوچین و همچنین در کتاب فاتحان استعمار انگلستان رو در چین آن زمان، در فکر کنم در کتاب ضد خاطراتش باشه یا در یکی از مصاحبه‌هایی که من از وی خواندم، افتخار خودش میدونه که دوره زندگیش مواجه بوده با بسیاری از تحولات اساسی، به خصوص فرض مقاومتی که به عنوان یک به اصطلاح عضو مقاومت فرانسه بود، به عنوان یک فرانسوی در مقابل نظام هیتلری داشت و تجاوزشون به خاک فرانسه، و همچنین شرکتش به عنوان یک خلبان برای خلبان داوطلب از فرانسه رفته و در اسپانیا برای مبارزه با دیکتاتوری فرانکو و کمک به مردم اسپانیا. مایه افتخارش میدونه که در دوره زندگیش تحولات اینچنین رخ داده و توانسته در اونها شرکت داشته باشه. حالا من به تأسی از اون جمع نویسنده مورد علاقمه، معتقدم بسیاری از ما، حالا معذرت میخوام اگر میان شما دوستان عزیز جوانانی باشن که سنشون قد نمیده که در انقلاب 57 شرکت داشته باشن، اما شرکت در اون انقلاب، انقلابی مردمی که امیدوارم حضار محترم تفاوت بذارم بین انقلابی رو که مردم بهش دست میزنن و به اون یعنی در جهان اول مردم ایران بودن که جنبش همگانی رو انجام دادن که به انقلاب 57 منجر شد، با رژیمی که حاصل اونه، همونجور که ملت فرانسه انقلاب خودش رو با نظام خفقان و خونریز روبسپیر یا بعداً بناپارت ناپلئون یکی نمی کنه، ما هم باید دست بکشیم از اینکه انقلابی رو که مردم با اهداف مثل استقلال و آزادی، مثل عدالت اجتماعی و رشد میخواستن به در مرحله تثبیت این اهداف به نتایج برسن، مراحلی رو طی کردن
ولی خب بعد نظام حاکم بر اون بر انقلاب سوار شد، انقلاب را هم از آن خود میدونه و یه عده هم بول این چیز، یعنی دو دسته انقلاب رو تقدیم این نظام میکنن و همچنین حضور در این جنبش، یعنی افتخار حضور در جنبش زن زندگی آزادی، چه در داخل ایران می بودیم چه در خارج، چون به هر حال همه ما حق شهروندی داریم و در پیشبرد جنبش شرکت داشتیم. امیدوارم به شکل هر کسی به در بضاعت و توانایی خودش، پس برای ما بخش مهمی از زندگیمون رو در دو انقلاب و جنبش انقلابی به سر بردیم که امیدوارم از افتخارات زندگی ما باشه. ببینید، هر از دید من هر جنبش مدنی اجتماعی یک سری اهداف داره، یک سری روش ها داره، یک سری مراحلی داره که بدون شفافیت در این اهداف و روش ها و مراحل هر جنبش محکوم به شکست میشه. مراحل یک جنبش از دید من 6 مرحله رو طی میکنه، هر جنبشی که به خصوص جنبش انقلابی. یکی مرحله آغازشه که به چه شکل آغاز میشه. 2 مرحله استقامت و تداوم مبارزه است که به نظر من جنبش زن زندگی آزادی در مرحله 2 هنوز. مرحله 3 همگانی شدن و سراسری شدن جنبشه. مرحله 4 پیروزی جنبشه. 5 تثبیت خواسته هاست، اون خواسته های ایجابی به خصوص. 6 مراقبت از دستاوردها و استمرار خواسته ها و در واقع نو کردن اهداف، نه پایان جنبش، چون این امریست مستمر. حالا اگر اجازه در ما، چون محبت هم کنید به من یکم لطف بکنن توضیح بدن آقای ناظر گرامی که من چقدر وقت در اختیار دارم که اینجا الان چند دقیقه هم ازش گذشته. شما بتون... مدت 1 ساعت 50 تا 1 ساعت وقت دارید الان، در حدود مثلا شما تا ساعت 8:30 به وقت ما میتونید 1 ساعت، یعنی 3 ربع کافیه. بله. من شاید مراحل پیروزی، تثبیت خواسته ها و مراقبت دستاورد ها رو توضیحش رو اینجا ندم، چون الان یعنی اگر مایل باشید با کمال میل، ولی این رو شاید به یه بخش دیگری بعد از صحبت ها موکول کنم اگر مایل باشید. ولی چون جنبش مردم ایران در اون مرحله 2 و در آستانه مرحله همگانی شدن سراسری است و نیاز مبرم بعدیش بعد از ادامه این جنبش این بخش همگانی شدنه، این 3 مرحله رو بشکافیم، وسیع‌ترش کنیم به نقاط قوت و ضعف جنبش کنونی مردم ایران بپردازیم. ببینید، در مرحله آغاز هر جنبشی با یک جرقه ظلمی، یک اجحافی، تضییع حقوقی که وجدان همگانی رو جریحه دار میکنه آغاز میشه. بسیاری در ایران به زندان افتادن، شکنجه شدن، کشته شدن، هواپیمایی روس موشک زدن، ساقط شده. کم در این دوران حکومت نظام ولایت فقیه فساد و جنایت و خیانت و تضییع حقوق نشد، اما کشتن خانم مهسا یک مظلومیتی داشت، یک به اصطلاح فشار بار زورگویی به زنان ایران آنچنان این درونی شده بود که این مظلومیت کشتن یک نفر به خاطر این بهانه که حجاب درستی نداری، این با اون همون جرقه ای بود که این تضییع حقوق باعث شد که همه کسانی که به نحوی از آنها دچار مثلا مورد مظلومیت قرار گرفته بودند یا دچار اجحافی شدند یا تضییع حقوق شده یا شاهد نابودی وطنشون، شاهد غارت ثروت‌های ملی بودند، شاهد جنایات بودند، شاهد
به اصطلاح خفقان بودن و تحمل این رو نداشتن، اون وجدان همگانی جریحه دار شد و به اصطلاح جنبش زن زندگی آزادی آغاز شد. خب هیچ جنبشی ابتدا به ساکن اینجوری از صفر شروع نمی کنه. مسلماً در اون وجدان همگانی که به پا خواست، تمامی تجربیات نسل‌های قبلی، حالا به خصوص ایران که در 100 سال اخیر چندین جنبش آزادی خواهی داشته، چه در مشروطیت، چه در نهضت ملی کردن صنعت نفت، چه در انقلاب 57، و جنبش‌هایی که ما بین اینها انجام شده، اینها مثل حافظه، مثل تمدن بشری که در حافظه نسل‌های آینده حضوری داره، این به اصطلاح ضعف‌ها و قوت‌ها و دستاوردهای این جنبش‌ها در درون ایران در همین جنبش هم نقش داشته. شما هیچ نسلی منقطع و ابتر نیست بدون دنباله از قبل. مسلماً این تجربیات انقلاب ایران، اونم انقلابی که از دید من انقلاب به علت خشونت، روش‌های خشونت زاییش نسبت به خیلی از انقلاب‌ها اگه مقایسه کنیم به انقلاب گل بر گلوله معروف شد، این مرحله تثبیتش آقای خمینی خیانت به امید کرد و به اهداف مردم و دست به کودتا زد و راهبر شد جامعه رو در مسیری که ضد خواست مردم، همون استقرار آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی بود، و به انحراف و تثبیت یک استبداد نوین مذهبی کشون. خب در هر جنبشی در مرحله آغاز اون پیش قراولان جنبش که در صحنه حضور دارم، دو هدف عمده رو به زعم من دنبال میکنن. یک، پیوند زدن اقشار مختلف جامعه با جنبش، و دوم مسئله بیان خواسته های سلبی، یعنی آنچه را که در بین جامعه مردوده، یعنی اونچه را که مردم نمیخوان، و خواسته های ایجابی جنبش، مقبول ها، و آنچه را که مردم میخوان. این دو کار را اون پیش قراولان جنبش انجام میدن. حالا به اینا تک تک میرسیم. مرحله دوم که از دید من جنبش، مرحله استقامت و تداوم مبارزه است، با فراز و نشیب هایی که ممکنه طی کنه، با دوره های فطرتی که ممکنه طی کنه، یا با سرعتی که ممکنه بگیره در آینده. و میدونیم که در همین چند ماهی که طول کشی، یعنی این بخش اولش طول کشی، چه دستاوردهای مهم به اصطلاح خواستاشو داشت پیش می برد و مبارزش را انجام می داد. جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، ببینید من یه توضیح هم عرض کنم، بعضی ها معتقدن این خود انقلابه، در ایران هم گفتن این به اصطلاح اعتراض نیست، انقلابه. من شک ندارم که به انقلاب منجر خواهد شد، یعنی تغییر ساختارها، تغییر بنیادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در ایران. اما هنوز به اون مرحله آخر یا به مرحله پنجم که بخش پیروزیشه، یعنی یک تغییر، مثلا در انقلاب 57 جنبش همگانی مردم ایران موفق به تغییر نظام سلطنت به جمهوری شد. بگذاریم که این جمهوری سوری است و پدر جد نظام موروثیه که آقای خامنه ای داره و میخوادم به پسرش انتقال بده. نه، منظور من این است که یک جنبش با یک هدفهای شروع میشه، این مراحل رو باید طی کنه و انقلاب رو، یعنی تغییر ساختار رو یا ادامه انقلاب 57 رو با هدفهای با درخور وضعیت کنونی ایران پیش ببره. اون موقع از دید من دیسکورس انقلاب رو اینجوری من توضیح میدم. میتونه اختلاف نظر باشه، اختلاف نظرم خودش حقه، من نامش رو میذارم فعلا جنبش انقلابی مردم ایران، نه خود انقلاب مردم ایران، تا اینکه امیدوارم که
به اصطلاح مرحله های ششمش هم طی کنه. خب این مرحله استقامت و تداوم مبارزه یکی از طولانی ترین بسته به درجه خشونت اون نظام حاکم داره و از سخت ترین مراحل هاست. چرا؟ برای اینکه با مقاومت یک پارچه نظام حاکم و مافیای به اصطلاح حامی اون و ستون پایه های استبداد میشه. اونا یک پارچه از منافع خود میخوان دفاع بکنن و یک اقلیت، گرچه اقلیت قدرت مدارن، یک مافیای قدرت طلب زینفه که ولی تمامی دستگاه های سرکوب دست اوناست و بنابراین جامعه با دست خالی در مقابل یک نظام مسلح میخواد مقاومت کنه و این میتونه طولانی بشه، میتونه هم با پیوستن یعنی رسیدن به مرحله سوم که جنبش همگانی باشه این مرحله دوم کوتاه بشه. هیچ حرکت اجتماعی مثل حرکت به اصطلاح فرض کنید کره زمین به دور خورشید نیست که یک دوره مشخصی رو طی میکنه و چهار فصلی رو طی میکنه. نه، حرکت های اجتماعی بسته به این که اندیشه راهنمای انسان ها، درجه آگاهی، درس گرفتن از تجربیات قبلی، چقدر نقش بدیل، یک بدیل مردمی هوشیار چقدر باشه، چگونه منسجم باشه، میتونه بسیار سرعت زمان رو کوتاه بکنه. یا اینکه نه، بعضی از ضعف ها یا اینکه قوت اون نظام حاکم از نقطه نظر سرکوب و یا دسیسه هایی که قدرت های خارجی ایجاد میکنن میتونه این مراحل رو طولانی بکنه. چه بسا بسیاری انقلاب ها سالیان سال طول کشیده در تاریخ جهان. خب در این مرحله تداوم مبارزه و استقامت نیازمند شهامت برای اون کسانی که در جنبش شرکت میکنن، روشن بودن استراتژی ها و تاکتیک هاست، اهداف و خواسته ها و روش ها، و همچنین نیازمند یک نیروهای تازه نفس مصمم برای اینکه تقویت بکنه روحیه پیشقراولان رو تا بتونه جنبش فراگیر بشه، و همچنین حمایت معنوی و مادی هموطنان داخل اون قشر خاکستری که هنوز خود به میدان نیامدن و به خصوص هموطنان خارج از کشور. ببینید این مرزبندی های سوری و مصنوعی که نظام ولایت فقیه میخواد بر بین ایرانیان به وجود بیاره که بخش ایرانیان خارج کشور که از حقوق انسانی شهروندی و ملی نمیشه هیچ کس این حقوق ازشون سلب بکنه، با ایرانیان داخل کشور با ترفندهایی میخواد بین اینها نفاق ایجاد بکنه یا خطکشی بکنه تا خارج کشوری میاد اظهار نظر کنه یا خدماتی بتونه در اختیار جنبش داخل کشور قرار بده، میگن تو در خارجی سکوت بکن، حرف نزن، شما هیچ کاری نیستی، همه کار ایرانه. تا میاد در ایران عملی رخ بده میگن که شما به اصطلاح از خارج کشور از قدرت‌های خارجی دستور میگیرید و عاملتون هم همون ایرانیای فعال خارج کشوره. این مرزبندی ها رو ماها خودمون نباید بکنیم. ایرانیان خارج از کشور یک چند تا مزیت دارن، مزیت نه به معنای برتری به اصطلاح هویتی، بلکه برتری و مزیت موقعیتی، به این معنا که در خارج کشور جوی که ما درش قرار داریم امن‌تره، اون فشارهایی که در داخل ایران برای هر تجمعی، برای هر گرده همایی، برای هر تبادلی، برای هر جمع شدن دو نفر سه نفری کنار هم وجود داره، اینجا وجود نداره. امکان برگزاری کنفرانس هاست، برگزاری میز گردها، تبادل نظر مکتوب کردن، و در این حال خارج کشور یه جوی داره چون محیط علمیه، امکان سانسور کمه، بسیار نادره مگر انسان خود سانسوری کنه، و خیلی راحت هر کسی که دروغ میگه یا فاقد پشتوانه علمیست یا وعده وعیدهای تو خالی و پوچ میده دستش رو بشه،
چون اکثرا آدم های تحصیل کرده ای هستند و آدم هایی هستند که با علم و دانش و تجربه سر و کار دارن. پس بنابراین این دو مزیت عدم سانسور و همچنین امنیتی نبودن جو یک امکاناتی میده تا بتونن صدای جنبش رو، البته همون جور که هست، نه اینکه مطالبه به مصادره به مطلوب بکنن و جور دیگری شعارهای مردم ایران، مثل که مثلا بگن، دیدیم که خیلی سعی کردن در تظاهرات برلین یه عده‌ای از سلطنت طلب‌ها شعار نه شاه می‌خوایم نه رهبر، مثلا خب الان بقیهش یادم رفت، مرگ بر ستمگر نه شاه میخوایم نه رهبر، این رو حذف بکنن. درسته که شعار تمامی به اصطلاح شعرهای ایران بود. پس بنابراین هم صدای حق طلبانه مردم باشن خارج کشوری ها، هم بتونن اون امکاناتی که در ایران برای افراد شرکت کننده در جنبش وجود نداره در خارج تهیه بشه. مثلا فرض کن اگه برنامه ارائه بشه، نه به شکل حقنه و تحمیل به جنبش، بلکه به عنوان دادن چشمنداز به جنبش که در آینده میتونه این باشه، آینده میتونه مشکلات و بحرانها به این گونه میتونن پایان بپذیرن. و همچنین به علت اینکه خارج کشور امکانات فعالان خارج کشور عمدتاً تحصیل کرده هستند، یک نهضت علمی راه بندازن برای حل معضلات و بحران‌های تحمیل شده به مردم ایران، تا اینکه امید ایجاد بکنه که از این وضعیت میشه به در رفت. اگر این نظام نباشه، میشه در شرایط دیگری، تحت شرایطی که حقوق مردم رعایت میشه، تمامی این بحران ها رو، البته زمان میخواد، حل کرد، انواع اقسام برنامه ها به جامعه ارائه داده بشه تا بتونن قضاوت کنن. خب حالا این پس در زمینه این بخشی که گفتم خدمتتون عرض کردم که تداوم مبارزه، استقامت و تداوم، چه داخل کشوری ها رو در بر میگیره، همچنین خارج کشوری ها رو. ما اگر اونجا دوره فطرت هست به علت فشار، خارج کشور نباید ایستا بشه و باید ادامه بده اون جنبش رو و همون خواسته ها رو و پیشنهادها رو و برنامه ها رو در این فرصت به دست آمده به اصطلاح تدارک ببینه و به جامعه برای انتخاب ارائه بده و چشمنداز بده به جامعه. خب یک در این همین مرحله استقامت و تداوم مبارزه، رژیم که بیکار نمی نشینه، هم بر علیه کسانی که در جنبش شرکت کردن خشونت به کار میبره، تهدید و زندان و شکنجه و فشار به خانواده و مثلا کشتار، هم این که سعی میکنه به خود جنبش خشونت رو تحمیل کنه. همین کار رو هم در انقلاب 57 کرد و بسیار از نیروهای سیاسی سعی کرد خشونت رو، الان اسناد مدارکش اومده، حتی آقای حجاریان هم اقرار کرد که حتی به سازمان مجاهدین خلق در 30 خرداد این نظام بود که دست به خشونت زد و خشونت رو تحمیل کرد. حالا اونا موضوعاتی است که میشه بعد بهش پرداخت. اما اگر در این مرحله، ببینید جامعه، جنبشی که میخواد هدفش زن زندگی آزادی است به عنوان یک به اصطلاح شعار پایه‌ای، یعنی زندگی و لوازم زندگی، لوازم زندگی ادامه حیاته، با خشونت و با تقریب نمیشه زندگی رو نوید داد و آزادی، در آزادی نمیشه با خشونت و سانسور و سرکوب و کشتار کاری رو پیش برد و زن مظهر این زندگی و آزادی است. پس بنابراین اگر که این نظام موفق بشه خشونت رو به درون صفوف با نیروهای جاسوسی که داره، نفوذی که داره وارد بکنه، این بلافاصله دچار شکست میکنه یا ای که منقطع میکنه اون جنبش رو. این کار رو در این جنبش هم کردن، حالا بهش میپردازیم. ولی
وقتی توازن قوا اصله، در توازن قوا اون وسیله‌ای که به اصطلاح قدرت هر کی بیشتر داره اون میبره. اگر قرار باشه فردا فرض کنید مردم با توپ و تانک به جون هم بیفتن با نظام، بیشترین تفنگ دست کیه؟ بیشتر اسلحه رو کی داره؟ این نظام داره. اگه قرار باشه به این شکل مبارزه بشه، خب اون طرفی که بیشتر داره میبره. اما در مردم ایران در توازن قوا نباید وارد بشن و اکثرشون هم نمیخواستن وارد بشن. یه عده قلیلی که به نظر من خیلی هاشون نفوذی بودن مسئله خشونت رو به کار بردن در این جنبش. بلکه مردم یک ملت یه خواستی داره و اراده‌ای داره و یک اثر بین‌المللی داره. وقتی خواست زندگی رو اراده میکنه، من یک کلیپی دیدم، متاسفانه نمیدونم اسم اون هموطن عزیزی که این جمله رو گفت، و در اون میگه که ببینید هیچ وقت دنیا به زجه های شما گوش نمیده، به گریه ها و مویه های شما گوش نمیده، زج رو همه میکشن. ملت جهان زمانی به شما نگاه میکنه که شما یه ابتکاری پیدا کنید و راه حلی برای دردهاتون پیدا بکنید. بسیار جمله درستی است. و وقتی که شما یک نظامی مثل نظام ولایت فقیه به جنایت، به خیانت، به کشتار، به خشونت در انواع اقسامش، سیاسی، اقتصادی، مالی، جانی، معروفه، چگونه یه جنبشی وقتی همون روش رو بخواد به کار ببره، جهان بهش نگاه میکنه. اتفاقا جهان غرق شگفتی میشه از یک ملتی که منادی آزادی است، منادی زندگی است و روش‌های خشونت زدا را به کار می‌بره و نشون میده که حاضر نیست دستش به کشتن حتی یک هموطن منحرفی که برای این نظام کار می‌کنه بره، برای که ابتکار دست یک ملته، اونه که راه حل پیدا می‌کنه که چگونه آچمز کنه. حالا راجع به این روش‌ها هم اگه فرصت شد بیشتر می‌پردازم خدمتتون. پس بنابراین یک جنبش از یک نیروی ابتکار شهامت باید بهره داشته باشه تا بتونه روش‌های خشونت زدا رو به کار ببره و خونساسازی بکنه اون سرکوب نظام رو. در مقبولیت جنبش‌ها و مظلومیت یک جنبش به پا خواسته برای استقلال و آزادی هم زمانی که به جنگ داخلی گرفتار نمیشه، مسلماً در افکار عمومی جهان هم بیشتر میشه، حمایت معنوی افکار عمومی جهان هم از اونها بیشتر میشه. حالا در این مرحله استقامت و تداوم مبارزه، پیش قراولان جنبش، اینه که میگم پیش قراولان، ببینید سر مسئله بدیل و رهبر اینا میشه با هم بحث کنیم. من اعتقاد به رهبریت فردی ندارم، من اعتقاد دارم هر انسانی قوه رهبری داره و به مشارکت، اصلا از دید من در آینده من به جمهوری شورای اعتقاد دارم، یعنی حتی در شکل اونم بهترین نحوی که میشه ایران رو اداره کرد، یک نوع جمهوریه که از شوراها شکل بگیره، توانش از شوراها بالا بیاد و به خصوص انتخاباتش و تصمیم گیریاش. حالا میگم پیش قراولان همه رو در بر میگیره که در صحنه هستن، هدف دارن، استراتژی دارن، تاکتیک دارن و از جان مایه میذارن و در درون اون جبه شرکت دارن. اون پیش قراولان میخواد با هم همبستگی داشتن، میتونه به شکل فردی هم باشه. یک به صلاح در سه زمینه حساس باید مراقبت کنن. جناب آقای ناظر اگه محبت بکنید به من یه هر از گاهی یک، چون من ساعت جلوم نیست متاسفانه، یا موبایلم هی خاموش میشه، توجه بدید که چقدر وقت دارم، من میتونم راحت تر جمع‌بندی بکنم. طبق صحبت قبلیمون 23 دقیقه دیگه شما وقت دارید. بله، یک دنیا ممنون. یکی از اون مراسم زمینه‌ای که بسیار به نظر من حساسه، انتخاب اندیشه راهنماست و اهداف و روش‌های سازگار با اون اهداف.
هدف از دید من در اندیشه راهنما تعریف میشه و در این اندیشه است که رابطه هدف با روش معلوم میشه. ببینید از دیرباز در ایران جنبش کاوه، اولین انقلاب ایران، مثلا انقلابی که جنبش همگانی بود، بنابر شاهنامه استقلال به معنای برقرار کردن رابطه نه مسلط نه زیر سلطه با قدرت‌های انیرانی هدف این جنبش بوده. ضحاک نماینده انیران بوده، جامعه ایران می‌خواسته از سلطه انیران بیرون بیاد. بعد از جنبش کاوه ایران از رابطه مسلط زیر سلطه با انیران رها شد، ولی به ترتیب از نو خود هم تبدیل شد به برقرار کرده یه امپراتوری که بتونه سلطه برقرار کنه. در دو جنبش همگانی اخیر، چه در انقلاب 57 چه در به اصطلاح انقلاب چیز این جنبش زن زندگی آزادی، اون اقلیت صاحب امتیازی که به اصطلاح پاسدار نظام بودن، چه در زمان سلطنت پهلوی چه در نظام ولایت فقیه، نگران باز شدن و تحول پذیر شدن جامعه بودن. پس بنابراین برای که بتونن مبارزه کنن، چون ملت رو از خود نداشتن و پشت خود نداشتن، مسلماً به عنوان تکیه‌گاه به قدرت خارجی رجوع میکنن و کردن و نقش دادن بهشون. دو تا کودتا کردن، یکی به اصطلاح که تجربه اون جنبش ها نیمه تمام گذاشته بشه، به اصطلاح نیمه تمام بشه، یکی کودتای 28 مرداد 32، یکم علیه حکومت ملی دکتر مصدق، و از دید من کودتای خرداد 60 علیه دولت آقای بنی صد که اولین منتخب تاریخ ایران بود. ببینید من نه منظور من شخص مصدقه، نه منظور من شخص بنی صدره، اینها منتخبان، این دو منتخبان ملت بودن. کودتا علیه اینا کودتا علیه دو شخص نیست، کودتا علیه ملته، یعنی رأی شما، نظر شما. مثلا 76% جامعه ایران که با آقای اون زمان ایران، جمعیت ایران که با آقای بنی صدر رأی دادن، کودتایی که هنوز نذاره این دوره ریاست جمهوری اون تموم بشه علیه اون، یعنی ما، آقای خمینی میگه 36 میلیون بگن آری، من میگم نه، فرعونیت محض، استبداد محض، جلوی رأی شما مردم من میستم. اینه که ما میخوایم طرفدار آقای بنی صدر باشیم یا نباشیم، میخواد از آقای مصدق خوشمون بیاد منش و روشش یا نه، اصلا خودمون انتخابش کرده باشیم یا نه، ولی این کودتا رو نمیتونیم بر بتابیم به خاطر که کودتا علیه رأی ملت بوده. این دوتا تجربه به علاوه تجربه مشروطه درس بزرگی به مردم میده، و اون این که حضور قدرت خارجی در صحنه داخلی رابطه همون موازنه منفی که از شعر سعدی، تو شعر سعدی نمایان در اشعار حافظ و مولوی است، در طول تاریخ این موازنه عدمی رو اغلب اوقات ادبیات به دوش کشیده، سهم فعالان سیاسی که به دلیلی نمی توانستند در صحنه حاضر باشند یا تحت فشار بودند یا در زندان ها و سیاه چال ها بودند، ادبیات، چون ادبیات ما بیشتر گوش به گوشه، توسط شعر روان و موزون، نسل به نسل، کوچه به کوچه، مردم به اصطلاح جمعیت های مختلف این رو میشنون و میتونه در زمانهایی که نه رادیو بوده، نه تلویزیون بوده، نه اینترنت بوده، از طریق ادبیات یک سری ارزش های میهنی، یک سری خواسته های ملی مردمی، اینها جابجا میشده و دست به دست جلو میمده. اصل موازنه منفیه که مبتکرش ایرانیان هستند، و یعنی نه سلطه نه زیر سلطه، به این معنا این در طول تاریخ هم شده، در دولت دکتر مصدق نمایان شده به شکل ملی کردن صنعت نفت که ما نمیذاریم استعمار انگلستان هست و نیست ما رو، و
و در انقلاب 57 مردم دخالت امریکا رو در امور ایران نمیخواستن، میخواستن مشارکت خود داشته باشن. حالا یه عده هستن، اون درس چیه؟ درس این است که حضور قدرت خارجی در صحنه داخلی اون رابطه دم مسلط نظیر سلطه رو ناممکن میکنه و عامل بقای رابطه سلطه زیر سلطه میشه. به رغم حتی انقلابی که برای استقلال و آزادی کردیم، این نظام ولایت فقیه هست دیگه، هر روز از دلار که نقش اول و در هست و نیست روستایی ایران هم هست داره، تمام سیاست های داخلی سیاست خارجیه که عامل آمریکا و دشمنی به نام آمریکا و اسرائیل تعیین کننده هست و نیست ملت ایران شده. پس عامل خارجی وجود داره، مرتب وجود داره در رابطه، حتی به اسم دشمنی با اون وجود داره. تمام وضعیت اقتصادی ایران به علت تحریمی که آمریکا کرده یا بحران هسته‌ای که این نظام ایجاد میکنه آچمزه، نمیشه تغییرات ساختاری انجام بشه. برای چی؟ برای که نقش عامل خارجی، هر حرکتی، هر اعتراضی تو جاسوس خارجی هستی. از کسانی که محیط زیست ایران رو هم میخوان، مثلا فعالان محیط زیستی، انگ جاسوسی میخورن. پس این عامل خارجی همیشه به عنوان روابط در سیاست خارجی تعیین کننده سیاست های داخلی هم میشه، حتی اگر انقلابی کردید که در اون استقلال و آزادی هم میخواد. پس بنابراین این قدرت خارجی، ببینید من افکار عمومی جهانی رو نمیگم که بسیارم برای پشتیبانی جنبش مهمه، نقش قدرت های خارجی که همه زینف اند در این که نگذارن فرض کنید دموکراسی در ایران شکل بگیره و جنبشی که واقعا به اصطلاح دموکراسی خواهانه و آزادی خواهانه و استقلال طلبانه است رو یا بهش جنگ تحمیل کنن، دیدیم، یا ای که با این نظام زد و بند بکنن، از پشت دیدارها رو داشته باشن، یا تحریم بکنن، یا به اصطلاح فراری بدن، پناه بدن به اعضای این نظام. تمام اینها قدرت‌های خارجی منافع خودشون میخوان، عاشق چشم روی هیچ ایرانی هم نیستن، قدرت منافع خودشون میخواد، همیشه زینفه. خب حالا در مورد استقلال بعضی ها میگن که جنبش زن زندگی آزادی برایش استقلال از قدرت های خارجی اهمیت نداشته، شعارش ندادن. به زعم من اینجوری اصلا نیست، هرچند پهلوی طلبا بسیار سعی کردن به جای پژواک صدای واقعی جنبش بودن اون رو به شکل دریوزگی کمک از دولت ها، در واقع پولای بلوکه شده ایران رو میخواستن به اسم ما بخوایم این پولا رو جمع‌آوری کنیم و دفاع کنیم در آینده از اعتصابیون، حرص بسیاری رو در من، خودم در ارتباطم مرتب با مردم ایران به فرمای مختلف در شهرهای مختلف، بسیار بسیار از این امر ناراحتن که شرکت در کنفرانس های امنیتی، دریوزگی پول از قدرت های خارجی، الان سفر به اسرائیل و دست دوستی به سوی رادیکال ترین به اصطلاح دولت اسرائیل، اسمش نمایندگی از ملت ایران دانستن، اینها بسیاری رو دچار ناامیدی کرد، بسیاری عصبانی هستند، بسیاری مصادره به مطلوب کردن جنبش میدونن. پس بنابراین ایران، اما در خود این جنبش ما مشاهده کردیم یک پارچگی رو، اینکه کردستان چشم و چراغ ایران، زاهدان چشم و چراغ ایران، اون حفظ یک پارچگی، اون اتحاد ملی، اون که ایرانه که برای ما و وطن ماست که برای ما اصله و در واقع فرمی، یک فرم مهمی از استقلال رو جنبش نشون داد و اون استقلال فردی است، به این معنا که استقلال در گرفتن تصمیم و آزادی در انتخاب نوع تصمیم رو ملت ایران و به خصوص پیشتازان این جنبش، زنان ایران، نشون دادن که هیچ استقلال هفت نوع تعریف داره، هفت نوع مصداق داره از دید من، اما این استقلال فردی هیچ مغایرتی با استقلال از قدرت‌های خارجی نداره. پس بنابراین تأکید در
این استقلال فردی در کنار حفظ تمامیت ارضی و شعارهایی که برای حفظ تمامیت ارضی دادن و عدم درخواست از قدرت‌های خارجی در درون ایران، بلکه خواستان کمک و پشتیبانی و همبستگی افکار عمومی یعنی ملت‌ها شدن، خودش نشون دهنده این است که امر استقلال و آزادی هم در دید پیشقراولان این جنبش زن زندگی آزادی از هم جدایی ناپذیر بوده. خب مرحله دومی که باید مهمه یعنی باید پیشقراولان بهش توجه کنن، انتخاب بدیل مردمی است، نه بدیلی که خودش رو به جنبش تحمیل کنه، نه بدیلی که به اصطلاح قدرت‌های خارجی برش بسازن یا خودش بخواد دست نشانده قدرت‌های خارجی باشه. یعنی اون القاعات نظام حاکم و ترفندهایی که میزنن رو اون بدیل باید بتونه خونسا کنه، و به چه شکل؟ به این معنا که اون بدیل که از دید من باید جمعی هم باشه، متناسب با اهداف جنبش یه ویژگی‌هایی داشته باشه. این است که اگر اصل استقلال برش مهمه، باید مستقل باشه از قدرت‌های خارجی، چه مالی چه فکری، باید یعنی برای ایران، برای وطن ایران، بدونی که با هیچ کشوری دعوا داشته باشه یا بخواد به اصطلاح صادر کنه به اصطلاح انقلاب رو، نه، بلکه قائم به ذاتش باشه، قائم به ملت ایران باشه و آزادی خواه باشه، حق مدار باشه، یعنی حقوق انسانی، شهروندی ملی، حقوق طبیعت ایران، حقوق جامعه ایران در جامعه جهانی به عنوان عضوی از جامعه جهانی برش اصل باشه، اون رهبری جمعی باورمند به این حقوق همگانی باشه، مستظهر به تایید و پشتیبانی مردم ایران باشه نه قدرت خارجی، و اعتقاد به توانایی مردم ایران داشته باشه، نه شما ناتوانید، من در خارج میرم تو این کنفرانس و با این با مکرون و با ایکس و ایپسیلون دیدار میکنم، برای شما تاییدیه میگیرم، بدون این قدرت خارجی شما مردم در ایران کاری نمیتونید بکنید، و دارای برنامه مدون و شفاف باشه. این ویژگی‌های بسیاری میتونه داشته باشه، الان وقت کمه، من مختصرش میکنم. این بدیل که نقش سخنگوی جنبش نه قیم جنبش رو ایفا میکنه، بایستی توانا باشه که جلوگیری بکنه از انشقاق جامعه، نیروهای مختلف رو همسو هماهنگ کنه و خودش نماینده اجماع ملی باشه، نه افتراق ملی، که افتراق ملی وجود نداره، به صلاح افتراق ایجاد بکنه در صفوف ملت، و ساخته رسانه‌های بیگانه و قدرت‌های خارجی با گذشته ضد ملی هم و کودتاچی هم نباشه. خب در پایان این مرحله در سطح جهانی هم مسلماً توجهات افکار عمومی حتی برخی از دولت‌ها به جنبش زیاد میشه، یعنی میبینن واقعیتی رخ داده و بسیار هم کارسازه، این داره پیش میره، همونجور که در مراحل آخر انقلاب ایران هم دولت ها بسیاری قبل از اینکه حتی دولتی شکل بگیره این دیدی نماینده ها فرستادن و انقلاب مردم ایران رو تبریک گفتن. ولی به هر حال یادمون باشه که قدرت های زینه در ادامه حیات نظام بیکار نمیمونن، تخطئه میکنن، فکر بدیل سازی، تحمیل بدیل خودشون به جنبش رو میکنن، و اون هوشیاری پیشقراولان جنبش و وجود اون بدیل ملی و مستقل و آزاد که ویژگی‌هاش رو خدمتون عرض کردم، نمیگذارن که بدیل‌های بیگانه با مردم و بیگانه با جنبش و اهداف شکل بگیره. سومین مسئله این شعار به خصوص مردم که از نوع رهبری، از نوع شاهش و رهبری، از نوع ولی فقیر و ستمگری میکنه و نفی میکنه، یعنی هر نوع بدیل خودخوانده‌ای که رنگ و بوی چنین قیم آبی برای جامعه داشته باشه از دید مردم مردود بوده. خب در این زمینه جنبش خیلی قوت نشون داد، به نظر من قوت خودش رو بروز داد، و البته هنوز به مرحله تشکیل بدیل و شفاف کردن بدیل نرسیده بود این جنبش، و این اگر نرسه در آینده و در همین دوره فطرت
مردم روش کار نکنن و نیروهایی که خود رو بدیل میدونن روی این اصول این ویژگی ها رو دارن و یا میخوان شناسایی بکنه جامعه بدیل رو و بعد خودشون رو آماده سازی بکنن برای که بتونن گوشه ای از کار رو بگیرن، باید از این موقعیت استفاده کنن، برنامه های خودشون رو ارائه بدن، دارای ویژگی ها بشن، به اصطلاح خود رو بسازن تا بتونن چشمنداز برای جامعه پیدا بکنن. و سومین امری که خدمتتون عرض کردم این پش بیش قراولان جنبش باید بهش اهمیت بدن این است که چگونه در این مرحله استقامت و تداوم مبارزه نیروهای سرکوب در نظام رو از طریق به کارگیری روش‌های خشونت زدا و کاستن از جو خشونت دچار ریزش کنند. خب در این زمینه جامعه چند این جنبش چند تا قوت بزرگ داشت و چند تا هم خطا از دید من. از قوتاش این است که حتی نوع مبارزه، یعنی اینجوری که پراکنده می اومدن در خیابان‌های مختلف در شهرهای مختلف، از جنبش‌های 98 و 96 یاد گرفته بودن که فراخوان‌های زمانی ندن یا محل رو تعیین نکنن. خب این نیروها باید مادام تمام روز شب میموندن و خسته میشدن، یعنی اگر این جنبش به فرمای مختلفی ادامه پیدا میکرد این نیروها امکان یعنی خسته شدنشون حداقل خسته شدنشون بسیار زیاد بود و یعنی اون آمادگی رو نمیتوانست داشته باشه. دو اینکه بسیاری از هموطنان ما فیلم ها هستن شاهدیم، تاریخ دیگه نمیشه عوضش کرد که یا سانسورش کرد، که به یاری هموطنانی که در چنگ نیروهای سرکوب بوده میرفتن نظارگر نبودن. زنان بسیار شجاعی رو دیدیم که برای رها کردن یک جوان فرض کنه از دست نیروها خودشو به خطر مینداخت، با توم میخورد، کتک میخورد، ولی میرفت جلو و به اصطلاح ترس اصلا شرمنده کرده بود لغتی به نام ترس رو. و بحث های اقناعی که بسیاری از افراد مسن مثل تداعی نصیحت پدر و مادر بود که ایجاد میکرد. خانمی بود در بروجرد، فکر کنم بروجرد بود، رفته بود گفت که اینجا صحنه جنگ ایران و عراق نیست، تو از منی، تو ایرانی هستی، حالا داری منو که مثل مادر تو هم منو میزنی. این بحث های اقناعی زیاد ما شاهدش بودیم. ولی ما دیدیم که خیلی جاها برعکس شعارهای ایجابی ضد خشونت وجود نداشت. شاهد بودیم که برخی از دانشجویان که نماینده خرد جمعی هستند و نمایندگان ادب ایران هستند یک شعارهای خشونتوار قبیح زشتی رو به کار می بردن که خیلی ها رو زد. من شاهد بودم که بسیاری که نمی پیوستن می گفتن، ببینید این استدلال رو، شعاری که توش ناسزاست، بسیجی فلان، مثلا چه می دونم سبزی پلو ماهی، بعد فلان، این شعار به حد زشته که نه از طرف بقیه تکرار میشه، نه حتی شما به این سایت های مجازی که این فیلم ها رو پخش میکردن نگاه کنید، به اون نقطه زشت که رسیده نقطه گذاشته. این شعار خودش ابتره، این شعار قابل باز به اصطلاح چیز نیست، باز تولید نیست، چون نماینده ادب ایران نیست. شعاری که در خودشو نفی میکنه و کسی تکرارش نمیکنه برای چی داده میشه؟ جامعه ای که میخواد آزادی بیاره، جامعه ای که میخواد سازندگی بکنه، با ناسزا میخواد سازندگی کنه، اثر عصبانیت یک ملتی میتونه یا دانشجویی میتونه جواب بسیجی رو بده، دعوت بکنه که در آینده تو با در کنار من زندگی بکنی، من ملتم، منم نماینده زندگی و ادب، تو باید از من یاد بگیری مثل من بشی. این شعارهای این نوع شعارها و بعضی از خشونتها که نظام هم درش اغراق کرد و اعدام هم کرد خیلی ها رو، اینها
ضربه زد، از دید من بسیار ضربه زد، ضربه ای در خارج از کشورم ضربه زد، در بین افکار عمومی دنیا هم ضربه زد. گروه های اینجا بودن آلمانی که وقتی این شعار رو تو اینستاگرام ترجمه میکردن گفتن چه خبره؟ پس چرا زن زندگی آزادی رو میگید؟ پس بنابراین حالا وارد این مسئله بشیم که این نیروهای سرکوب رو راه‌های متفاوت روانشناسی داره. من خودم در یکی از این مقالاتی که نوشتم این همه روانشناس در ایران وجود داره، چرا این پیشقراولان جنبش با اونها تبادل نظر نمی کنن که راه‌های این که یک نیروی که بسیجی 17-18 سال جوانی که هنوز امی قدرت، هنوز شکل نگرفته، سلسله مراتب قدرت رو طی نکرده شده باشه، سر اینها همونجور که خیلی پدر و مادرها با بچه هاشون که جز سپاه بودن گفتن، با بسیج بودن گفتن دیگه خونه نیا، میگفتن. خیلی از خواهران و برادران این سپاهی ها پلاکارد گرفته بودن دستشون، عکساشون بود که من گرچه پدرم سپاهیه یا برادرمه ولی من با جنبش مردم ایرانم، من رو با اونا یکی نکنید و از برادرم و از پدرم میخوام که بفهمه این جنبش به نفع خودشه اگه بیاد به این جنبش بپیونده. حالا در از این روانشناسا بپرسن راه‌های این که از نقطه نظر روانی ما چه شعارهایی بدیم، چه روشهایی اتخاذ بکنیم که بتونیم نیروها رو دچار ریزش بکنیم، این صحبت ها نشد. من با یه خانم روانشناس صحبت میکردم، میگفت من در محلم هرچی میگم این شعارها جریتر میکنه، خیال نکنید اونا رو به شما میپه، کسی به حرف من گوش نمیده. حالا میشه وارد این چیز شد، اما عرض کنم که این قسمت آخر این بخشه، همگانی و سراسری شدن جنبش که از دید من بدون همگانی شدن جنبش یک جنبش نمیتونه یک انقلاب رو پیش ببره، اونم در عصر همگانی شدن جنبش ها که ایران هم پیش قراولش بوده. جامعه اونهایی که الان در این جنبش بودن میگفتن خیلی ها نیومدن، مثلا جمعیت فرض کنید 14 میلیونی ایران به تعدادی نیومد حامی بشه. بله. چقدر یه وقت میخواین شما؟ 2 دقیقه اگر اجازه بدید. بفرمایید. بله. اینها رو این باید نگاه کرد که جامعه یه عدهشون موقعیت دیگران از دست دادن موقعیت هستن، یه عده دچار ترس از جان بودن یا مجروح شدن که نمی اومدن تو خیابون، یه عده نگران بودن که تامین معیشت خانواده رو نکنن، ترس از بیکاری داشتن، نداشتن روحیه اعتراض بوده، تو عدم چابکی بوده و سرکوفت. این نسل جوان خیلی هاشون، نه همه، به نسل 57 سرکوفت میزد که چون در انقلاب هم نبوده میگفته شما چرا انقلاب کرده، حاصلش این نظام بوده برای من، بدبختی به جز بدبختی برای من نداشته، نتوانستی انقلابی که میگه اهداف داشته به نتیجه برسونی، حالا من گرفتاری شدم. خب وقتی این حس سرکوب شما به خانواده و اعضای خانوادت پدر و مادرت میدی، بعد ازش توقع داری بیاد تو خیابون در یه انقلاب دیگه شرکت کنه، خب میگه مگه یه بار به قول تو اشتباه کردم، خب بار دوم دوچار اشتباه نمیشه. روانشناسی این، شناسایی اینها، درس گرفتن از نقاط ضعف انقلاب قبلی و نقاط قوتش، به کار بردن نقاط قوتش و درس گرفتن و گروه ها و هسته های فکری ایجاد کردن، به اصطلاح جامعه شناسان متخصصان درون ایران نهضت علمی راه بندازن که جواب پیدا بکنن برای این مشکلات، برای این معضلات، راه حل ها پخش بشه در افواه عمومی، این کار هنوز ضعف داشته درش. یعنی با همه قوتی که حضور مدام مشارکت بیباکانه مردم در خیابان ها داشت و شعارهای بسیار زیبا، از شعارهای ایجابی خبری نبود، در صورتی که در همون مرحله مقاومت شما در کنار اون مردودها، آنچه ایران مردم نمیخوان، با شعارهای آنچه را که میخواهیم
و اون تصویری از یک نظام آینده که درش عدالت فرض کنید برقراره، درش خشونت انجام نمیشه، درش کسی دیگه از واقعا برای همه بر براءت روش های خشونت زدائی، چه نوع استقلالی، چه نوع اقتصادی، چه نوع سیاستی، چه نوع روابط خارجی ما میخواین، اینا رو اگر در شعارها که نماینده خرد جمعی بیان نشه، شعارهای ایجابی بسیار کم بود ولی کم بود، شما نمیتونی با اون شعارها بگی من چه نوع بدیلی رو میخوام. شما با اون شعارهاست جامعه عزیزانی که جان بر کف رفتید تو خیابون، باید با اون شعارهای ایجابی به جامعه جهانی نشون بده شما چه آینده ای رو برای خود و بقیه هموطنان میخواید و چه نوع بدیلی در خور شماست. اگر اینا رو ندید، میاد یه خانمی مثل خانم گلشیفته فراهانی، من به شخصش کار نه، به این فکری به سلام که من این رو ضد فکر میدونم، میگه خیانته هر کس بیاد بگه آینده ایران باید چگونه باشه. تعیین این که مشخص کنیم ویژگی ها، این زبان قدرته. نگید تا من چون به خلوت میروم آن کار دیگر رو بتونم بکنم. کجای دنیا دیدی یکی بیاد بگه راجع به آینده حرف نزنی چگونه باید بشه؟ این خیانته. خب اگر نگن جامعه ایران، یه ادم این گونه سوء استفاده میکنن. امیدوارم اگر که سوالی حرف یا مایل بودی در زمینه سه بخش دیگه، پیروزی، تثبیت و ادامه به اصطلاح اهداف صحبت بشه که در جنبش ها رخ میده، در اون من با کمال میل پاسخ خواهم داد. قوت های زیادی این جنبش داشته که باید بر اونها افزود و ضعف‌ها را بدون تعصب باید ضعف‌ها رو برشمرد و نقد کرد و سعی کرد در ادامه جنبش اون ضعف‌ها رو ازش بکاهیم تا بتونیم انشالله این جنبش موفق بشه و به اهدافش برسه. یک دنیا ممنون از حوصله شما عزیز، در خدمتون هستم برای هر سوالی. خیلی خیلی ممنون. الان این بخش از برنامه دوستان عزیز میتونن در سوال و یا بحثایی که دارن شرکت کنن و جناب آقای فرشید مقیمی اولین نفر هستن. آقای فرشید بفرمایید شما. خیلی متشکرم خانم وفا از بحثی رو که آوردین، بحث بسیار جامعی هست و قابل تفکر. شما شش مرحله از جنبش رو به اصطلاح مراحلش رو طی کردین و گفتین. سوال اول من اینه که آیا شما این رو در یه مقاله‌ای به صورت با جزئیات نوشتین و جایی هست که من بهش رجوع کنم؟ خیلی خوشحال میشم اگر هست این رو لطف کنین به من بگین. بله هست، من به عنوان یک وضعیت سنجی در سایت گویا هست، در سایت انقلاب اسلامی در هجرت وجود داره، در عصر نو وجود داره، همین سایت ها ارسال شده و درج شده و میتونم لینکش هم خدمتون در واتساپی که داریم خدمتون بفرستم. در دو شماره نوشتم این رو. بله خیلی متشکرم میشم اگر برای وبسایت، برای وبسایت کانون یا برای برحال واتساپ منم که دارین برای منم بفرستین، خیلی ممنون. البته توجه بفرمایید که این رو در ماهای وسط جنبش من نوشتم، یعنی از بعض نکاتی که الان باید بعد از این مدت اضافه بشه در اونجا وجود نداره، چون وسط جنبش بوده من اون نظر رو نوشتم. بله چشم. خدمتتون. خیلی متشکرم. ببینید شما دو تا به اصطلاح گودتا اسم بردید که در واقع اتفاق افتاده و این گودتای 28 مرداد 32 که خب مشخصه، اون دیگه اسنادش به اندازه کافی اومده بیرون و نوشته شده و که دست نیروهای خارجی در کار بوده و گودتا علیه آقای بنی صدر رو ایست کرده. لطف کنید بفرمایید که توی گودتا علیه بنی صدر دست کدوم نیروی خارجی بوده، یا اینکه یک مسئله داخلی بوده در اون زمان به اصطلاح اتفاق افتاده، آیا دست نیروی خارجی در این جریان بوده یا نه.
رو مسئله استقلال شما صحبت کردید، من هم مثل شما هنوز تاکیدم روی استقلاله. حالا بعضی از دوستان قدیمی میگن مسئله استقلال دیگه قدیمی شده، زیاد روش پافشاری نکنید، چون در دوران گلوبالیزاسیون دیگه استقلال معنی نداره، مفهوم نداره. ولی از نظر من هنوز استقلال معنی داره، چون من هم با همین شعار استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی در جنبش 57 شرکت کردم و هیچ قصد ایجاد جمهوری اسلامی رو نداشتم و به هیچ وجه با این خواست وارد اون جنبش نشدم. استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی و امروز هم استقلال مسئله است. منتها ممکنه استقلال رو جور دیگه ای تعریف کنیم. شما تو صحبتاتون گفتین که وقتی به اصطلاح جنبش زن زندگی آزادی مسئله استقلال رو در استقلال اندیشه میدونه، استقلال اندیشه ای که فکر میکنه که اونجوری که خودش میخواد باید مستقل باشه و فکر کنه، و این استقلال رو بس دادین به استقلال سیاسی و استقلال از دولت‌های خارجی در این مورد. این رو اگه ممکنه یه مقدار بیشتر توضیح بدین و اهمیت این استقلال رو بگین. مسئله سوم این هست که جنبش‌هایی که در خارج کشور هست و من هم توش تا اونجا که بتونم شرکت میکنم، میبینم که اصولاً رو مسئله استقلال صحبتی نمیشه به طور کلی، یا خواستهای جنبش حداقل در واشنگتن، شهر واشنگتن که من شاهدش هستم، خیلی خواستهای چی بگم عاجزانه هست از دولت آمریکا برای دخالت در امور ایران، حتی برای به اصطلاح شرایط، ایجاد شرایط. به طور مثال توی تظاهراتی که اینجا تو واشنگتن انجام میشه، بارها و بارها به هر حال جلوی وایت هاوس و غیره و غیره صحبت از این کردن که مردم ایران تصمیمشون رو گرفتن، حالا شعار انگلیسیش رو میگن، تصمیمشون رو گرفتن، آمریکا تو صدای مردم ایران باش. من شخصا نمیخوام آمریکا صدای مردم ایران باشه، من میخوام مردم ایران صدای مردم ایران باشن، نه آمریکا، که ما تاریخچش رو میدونیم، حرکاتشون رو میدونیم و نقششون رو در سرکوب جنبش‌های ملی نه تنها در ایران، در سرتاسر جهان می‌دونیم. بنابراین این مسئله استقلال رو و این جنبش خارج کشور رو چجوری شما می‌تونید بخش رو به هم ربطش بدین؟ خیلی متشکرم. بله. به چه شکل هم دوستان سوال می‌کنن، من بعد با هم دیگه پاسخ می‌دم یا تک تک؟ بله بله، سوال می‌کنن یا در بحث شرکت می‌کنن، بعد شما جواب میدید. چشم. خب حالا من نوبت شماست. بله، ببینید، اولا که اونو که خدمتون گفتم نوشتم، در دو شماره خدمتون ارسال میکنم. در کودتای 30 خرداد که یه روند بود، اولا در داخل که شواهدش بوده، یه سری تحقیقات همراه با سند آقای دکتر محمود دلخواسته نوشتم و انتشار دادن، اونا را من لینکاش خدمتون میفرستم که داشته باشید. در کودتای 28 مرداد با وجودی که ما به عنوان ایرانی میدانستیم، شاهد بود، اونایی که در درون بودن دیدن که کودتا انجام گرفت، با چه توسل، به چه نیروهای سرکوب سخیفی و دخالت امریکا و انگلستان، ولی اسناد رسمی که بعداً بخواد به اصطلاح مهر تایید بین المللی بخوره روش، الان ما شاهد هستیم که میدونیم که در آمریکا هر 20 سال یک بار اون اسناد بیرون میاد، در انگلستان یه مقدار از اسناد آزاد شده، ویکیلیکس سری اسناد بیرون داده و اینها آرام 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 داره میاد بیرون، که حالا آقای کلینتون هم فرض کنید عذرخواهی کرده به خاطر اینکه کودتایی در 28 مرداد انجام شد. بگذاریم که
این آقای رضا پهلوی هنوز منکر کودتای 28 مرداد با وجود همه اسنادی که وجود داره. در کودتای خرداد 60 با صراحت، الان اگه وقت بود میتونستم بیارم کتاب خاطرات سال 60 رفسنجانی رو که نشون میده که سپاه رو از شهرستان ها آوردن در تهران، در پارک ها مستقر کردن که اگر مردم مقاومت کنن این کودتا رو بتونن باش به اصطلاح جلویش رو بگیرن. کودتای روند خزنده داره. این روند خزنده از موقعی شروع شد که آقای بنی صدر با به خصوص یعنی جدا از این که با حزب جمهوری و نمایندگان این استبداد جدید مخالفت میکرد، در کارنامه بر روزها بر رئیس جمهور چه میگذرد، یعنی گزارش های روزانهی که در انقلاب اسلامی ایشون درج میکرد، اصلا روند کودتا رو تو اونجا مشخص میکنه به چه شکل اینها جبهه گیری کردن در مقابل آقای بنی صدر، در مقابل نیروها، نه به عنوان فرد، نیروهای ملی، حرام خواندن به اصطلاح زنان نیروهای ملی به خاطر که فرض کنید با لایحه قصاص مخالف بودن، به اصطلاح راندن اونها از صحنه مشارکت سیاسی و مخالفتی که بنی صدر با وضوح با گروگانگیری کرد و گفت که شما با این کار آمریکا را از پنجره انداختی بیرون، از در واردش کردید اتفاقا، و این بزرگترین خیانت به انقلاب ایرانه و انقلاب رو به اصطلاح بسیج میکنه، دنیا رو بسیج میکنید علیه ایران و پولهای ایران هم بلوکه خواهد شد. و از این مخالفت صریحی که ایشون کرد در سرمقاله ای که در انقلاب اسلامی است، کتاب صد مقاله ها هست مال اون زمان درد شده، شروع شد اینکه بساط اینها رو، بساط روابط پنهانی که خمینی، رفسنجانی، بهشتی و خامنه ای و دستیارانش مثل روحانی و غیره داشتن، حتی آقای کروبی که در نقشه که در ایران گیت و ایران کنتراها داشتن، اینها، این افشای اینها باعث شد هم دست قدرت خارجی به عنوان به خصوص امریکا برای اینکه ریگان با چه موقعی اومد سر کار، روزی که گروگان ها رو آزاد کردن بر سر معامله گرفتن اسلحه، و امریکا نقش داشت در اینکه نگذارد یه دولت ملی به وجود بیاد در ایران که مخالف این زد و بندهای پنهان بود. از زمانی که مسئله ایران گیت که 3 جلد کتابم آقای بنی صدر در این زمینه نوشته، رابطه ایران و آمریکا، ایران گیت و ایران کنترا، از همون زمان معاملات پنهان با توجه به تمامی خاطراتی که سردمداران خود امریکا، اونهایی که در این به سلام زد و بندها در با ایران گیتی های درون ایران نقش داشتن انتشار دادن که لیستش در این کتاب ها شد، در وقت کوتاه الان نمیشه یکی یکی نام ببریم، من شما رو به حداقل این 3 کتاب ارجاع میدم، نشون میده که امریکا نقش داشته در این که نخواد که دولت بنی صدر بر مخالفت با به اصطلاح زد و بند با دولت ریگان بسر کار بمونه. کیسینجر یک اظهار نظری کرد در اون زمان در نشریه، فکر کنم نیویورک تایمز بود، حالا اگه خواستید اینو درش بیارم که در کجا نقل کرده، گفت در آسیا این برنامه که بنی صدر داره، ما در آسیا 2 تا ژاپن رو نمیتونیم تحمل کنیم، و نیروهای دست نشانده داخل، شما میدونید در کودتای 28 مرداد امریکا هیچ کاری نمیتونست بکنه اگر که نیروهای دست نشانده داخلی وجود نداشت که زمینه رو فراهم می آوردن، چه در ارتش، چه در بسیج نیروها، چه در یعنی نیروهای سرکوب، چه در زد خورد و بند و بستی که به اصطلاح بگیر و ببندی که با نیروهای مخالف کودتا داشتن.
بدون قدرت به اصطلاح دست نشانده داخلی شما نمیتونید نظر یک قدرت خارجی رو در ایران پیاده کنید. همین کار یک به اصطلاح صرفاً یک چیز داخلی نبود، کودتای داخلی نبود، بدون نیاز به اینها، به پیش بردن جنگ، طولانی کردن جنگ و نیاز به اسلحه برای اینکه این جنگ رو طولانی کنن تا بتونن در سایه سانسوری که برقرار میکنن، خفقانی که ایجاد میکنن، بستن روزنامه ها و قلع و قمع کردن و کشتاری که در دهه 60 انجام دادن، نمیتوانستن این استبداد مذهبی رو پیاده بکنن و این کمک رو، کمک پشتیبانی یا زدوبند خارجی رو داشته. اسناد اینها روز به روز بیرون بیشتر انتشار پیدا میکنه. آقای روبرت پاری در این زمینه کتاب ها نوشته، در زمینه این همکاری های پنهانی که نمیتوانسته یک دولت مستقل مردمی و نماینده ملت رو تحمل کنه. حالا امیدوارم که شاید بتونیم تلفنی با هم در زمینه این اسناد صحبت کنیم. من یه مقدارش رو خدمتون ارسال خواهم کرد. و اما سوال دومتون، ببینید جنبش مسئله جهانی شدن و استقلال، خب به اصطلاح یه نوع استفاده کردن از یک دو مقوله است که ربطی به هم نداره. اولا این جهانی شدن الان در همین دوره بیماری کرونا نشون داد چگونه استقلال کشورها زیر پا رفته با همین جهانی شدن. همین دولتی آلمانی که من اینجا زندگی میکنم، گرچه از نقطه نظر دارو از فرانسه، از اسپانیا، از ایتالیا بسیار بسیار مستقل تر بود، چون شرکت های داروسازی بزرگی رو داره که سریع توانستن فرض کنید آنتیبیوتیک رو که ماده اولیش در چین تامین میشد، این مثال جهانی شدن این خطر داره. یه مثال، و در هند سرهم می شد و به شکل کپسول در می اومد، از اونجا از چین وارد هندوستان می شد. بعد که این ارتباطات به علت کرونا قطع شد، جامعه آلمان موند که چه کنیم که ما تا 6 ماه دیگه در هیچ بیماری آنتیبیوتیک نخواهیم داشت، چون تمام راه های انتقال بسته شده و تلویزیون بود که برنامه پشت برنامه، روزنامه ها بود که می‌نوشتن یکی از به اصطلاح مسئله، حتی خریدن ماسک، خریدن ماده ضد عفونی شده که ضد عفونی که در چین تأمین می‌شد و اونجا بسته بود راه رو، که حتی چند تا نماینده اینجا به اخراج شدن به خاطر که زد و بند کرده بودن با شرکت‌های چینی که از راه غیرقانونی به آلمان این ماسک و اینا وارد بشه پورسانت گرفته بودن. در همین دو تا سه تا نمونه نشون داد که، یا همین مسئله گاز در جنگ پوتین با به اصطلاح روسیه با اوکراین، وابستگی گازی نهی شد که من استقلال ندارم، اگه من نتونم گاز خودم رو تامین بکنم چه استقلالیست؟ در همین صرف اقتصادیش هم بگیریم، بعضی از کالاهای استراتژیک رو کشورها به خاطر حفظ استقلال ملیشون غیر ممکنه بذارن وارد بشه، خود تولید میکنه با همه خرجی داره که داره. در همین رشته کشاورزی که من اینجا خوندم، مرتب در درس های اقتصاد کشاورزی به ما میگفتن آلمان درسته که تولید غذای دام میکنه، ولی زمین هایی رو اختصاص میده به تولید گندم، زمین های اختصاص میده به تولید ذرت، برای اینکه در الان جنگ کنار مرزش داره انجام میشه، با مواقعی که همیشه هم خیال میکردن دیگه جنگ از اروپا رخت بربسته دیگه نخواهد آمد، باره 70 سال بود دیگه جنگ نشده بود، ولی الان شده، نباید از کالاهای استراتژیکش دست بشویه. به خاطر چی؟ به خاطر که هر آن گلوگاه مردم دست قدرتیست که اون رو داره. همه به اوکراین وابسته شده بودن به غلات و دیدی چه قیمت ها چگونه به بالا جهید. اگر ترکیه نمی رفت اون معامله رو نمی کرد، راه این غلات به الان هم خیلی زمین های اوکراین مینگذاری شده است از توسط روسیه و اصلا نمیشه کشت کار کرد. پس بنابراین در آینده اون زمین های حاصل خیز اوکراین که
یک سوم فکر کنم غلات جهان رو میداده، الان وابسته شدن کشورها، ما چیکار کنیم؟ پس بنابر این استقلال به معنای این است که شما به عنوان چه فرد چه ملت خود بتونید قائم به خود زندگی کنید، حداقل متعارفشو بتونید خودتون تصمیم بگیرید. شما باید تصمیم بگیرید ملت ایران، حالا ربطش میدم به سوال سومتون، ملت ایرانه که باید بخواد دموکراسی رو در ایران پیاده بکنه، نه اینکه دولت آمریکا باید بیاد برش تعیین بکنه، بهش بگه که بیا من برای تو دولت تعیین میکنم، من برای تو آلترناتیو میسازم. چلبی سازی ایران تحملشو نداره. میدانه هم به نظر من دولت آمریکا میدانه که ایران فلان کشور نیست و مسئله استقلال در تاریخ کهن این ملت عجین شده. ایرانی که واقعا به توانایی خود و ملتش اعتماد داره بر نمیتابه. تمامی تاریخ ایران مبارزه با قدرت خارجی است به علت موقعیت ژئوپلیتیکی که ایران داره، همیشه مورد حمله قدرت‌های خارجی بوده و همیشه نهضت‌های ایستادگی از ابتدا داشتیم تا از همین قرن اخیر، جنبش تنباکو، مبارزه با به اصطلاح نفوذ روسیه، مبارزه با استعمار انگلستان در جنبش ملی کردن صنعت نفت، در انقلاب 57 مقابله با دخالت دولت امریکا و کودتا علیه مصدق، همه اینها نشون میده ملت ایران بر نمیتابه اینکه بهش بگن خفه شو، تو حرف نزن، تو توانا نیستی به انتخاب. و این هست که شما اگه استقلال رو گرفتی، آزادی که به اصطلاح اصل جدایی ناپذیره، چگونه میتونید آزاد باشی؟ استقلال یعنی شما بتونی تصمیم بگیری، آزادی یعنی اینکه نوع تصمیم رو شما تعیین کنی. اگه استقلال رو گرفتن، شما هیچ کدومش نمیتونید بکن. شما وقتی به فرزند خودتون اجازه ندید تصمیم بگیره چه میخواد بپوشه، یعنی میخواد خودش انتخاب بکنه برای لباسش، اون نمیت وقتی این تصمیم عمومی رو نداره یا رشته تحصیلیش رو انتخاب بکنه، پس این نوع لباسش هم نمیتونه انتخاب بکنه. شما میرید بیرون براش میخرید، نوعش هم تعیین میکنی، میگی بپوش. پس این فاقد استقلال و آزادیه، نه خود تصمیم رو میتونه بگیره، نه نوعش رو میتونه انتخاب بکنه. شما میگید من پدرم، من مادرم، تو تحصیل نمی کنی، تو میری کار میکنی، یا تو میخوای کار کنی حق نداری، تو باید تحصیل کنی. نوعشم من میگم داروسازی میخونی، پزشکی درآمد خوبی داره، باید پزشکی بخونی. این فکر میکنی پزشک حاضق میشه؟ چون نه استقلال داشته نه آزادی. شما چجوری میتونید شعار آزادی بدید وقتی استقلال رو نقض میکنی؟ چگونه میتونید شعار استقلال رو بدید وقتی مخالف تصمیم گیری مردمید و شما قیمش میشید؟ شما رو منظورم نیست که سوال کننده مورد، اون کسی که ادعا داره، چجوری شما میشی قیم؟ به شکل موروثی دارای فرح ایزدی هستید، معلوم نیست که اینو به شما داده. ملت در قرن 21 اجازه نداره که خودش تصمیم بگیره، که در مشارکت اداره سیاسی جامعهش، اقتصادی، اجتماعیش، فرهنگیش خودش شریک باشه. بعد میگید که من زن زندگی آزادی، ما طرفدار جنبش زن زندگی آزادی هستیم. اینجاست که اینا همش تعارفه. هیچ استقلال به معنای عدم ارتباط با سایر کشورها نیست، به معنای انزوای سیاسی نیست، به معنای دیوار دور خود کشیدن مثل آلبانی اون زمان نیست، به هیچ وجه. یک ملت آزاده، یک ملت حق مدار، ملتی که میدونه چی میخواد، استقلال داره، آزادی داره، مسلما در مراوده و تبادل دانش با بقیه کشورها، جاهایی هم به دوبستان داره، پتروشیمی، من معتقد چون به فروش خام نفت نیستم نمیگم نفت میده، فرض کنید پلاستیک وارد میکنه، نه، خیلی از مراوده ها رو انجام میده در حدی که استقلالش حفظ بشه، امنیتش حفظ بشه و نشه به راحتی به وسیله نبود چند تا کالای اساسی زیر مهمیزش برد و گفت من با تحریم خفت میکنم.
اون ملت که نذاره این بلا سرش بیاد آزاده و مستقل. خانم وفا خیلی ممنون، اگه بشه یه کمی کمتر. بله بله چشم سوال اساسی بود. آیه فرشی شما معذرت میخوام، بالاست بذارم بعدا صحبت کنید. چی بالاست؟ ببخشید. نه علای چی خانم فریده. خانم فریده بله با اجازه بدیم اینم سپیکرم. بله سلام به همه عزیزان و با تشکر فراوان از شما خانم وفا با سخنرانی فصیحتون و اینکه چقدر آگاه هستین. یک کلمه از گلوبالیزیشن ذکر شد. من اون چه که خودم از گلوبالیزیشن حالی میشه با اطلاعات کمم این هستش که چهره زیبایی براش درست کردن و در پشت پرده میتونه یک چیز فاجعه انگیز برای دنیا باشه. خواستم اینم شما نظری راجع به گلوبالیزیشن دارین یا نه؟ ببینید اگر که معنا این است که دنیا به حدی رسیده که کشورها باید توانایی های خود رو با همدیگه به اشتراک بگذارن و رفع نیاز خود بکنن و در تبادل باشند، من هیچ مخالفتی با این نوع جهانی شدن ندارم. مثل دانشه، دانشه که نمیشه محصولش کرد، دانش مرز نداره و وقتی هم تولید شد متعلق به همه جهانه. اما این جهانی شدن بر چه مبنا؟ جهانی شدنی که شما قوانینشو میخونید، کتاب استینگلز و معاون بانک جهانی رو میخونید که نشون میده در این جهانی شدن چگونه امریکا، کشورهای غربی مسلط صنعتی، اقتصادهای ملی افریقا رو به عمد نابود کردند. توضیح میده دیگه، حالا من نمیتونم این کتاب رو اینجا توضیح بدم. فاکت میاره، کشور به کشور فاکت میاره که با چه سیاست های ما اون اقتصاد های ملی رو تخریب کردیم. یه نمونه خیلی ساده شو رو عرض کنم. لباس های دست دوم از این اروپا صادر میشه به خیلی کشورهای آفریقایی، صنعت نساجی اونجا رو و کشاورزی پنبه رو در اونجا کاملا خراب کرد. یه نمونهش. خب اگر بر مبنای این است که کی بیشتر داره، هر کی بیشتر داره اون آقای جهانه، این بیشتر داشتنها رو میدونیم دیگه، ماها که بچه که نیستیم، حاصل استعماره. هنوز که هنوز دولت فرانسه چرا برقش اکثر برقش از نیروی هسته‌ای تولید میشه؟ برای که اورانیوم هایی که سالیان سال از افریقا وارد کرده و انبار کرده این اجازه رو بهش میده. اگر نه فرانسه، این آقای مصطفوی که در دعوتشون کردید پروفسور رشته هسته‌ای هستن، رئیس به اصطلاح بخش تحقیقات هسته‌ای فرانسه هم هست، اون عنوان میکنه مخازن اورانیومی که از افریقا اومده به درام. وگرنه فرانسه اصلا معدن اورانیوم نداره که بتونه نیروگاه هسته‌ای را بندازه. اگر این جهانی شدن به قیمت استثمار کشورهای دیگه است، حالا من دارم و آقایی میکنم، خب نه توش استقلال یکی یکی کشورهایی که جرأت میکنن که بگن ما اقتصاد ملی خودمون رو میخوایم داشته باشیم و حق داریم داشته باشیم در کنار تبادل باشیم، میخوام از بین ببرن. برای که سلطه لیبرالیسم اقتصادی در دنیا امکان پذیر بشه. حالا بعدش هم نوبت به فرم چینیش میفتیم. میدونیم دیگه، میدونیم چین چه شکلی گسترش داره پیدا میکنه که بعد از امریکا بشه ابرقدرت دیگر دنیا، اونم به فرم حزب کمونیستی چین. این نوع جهانی شدن رو مسلماً خیلی ها بر نمیتابن و دست و پا مزخرف میکنید. اروپا در مقابل امریکا نمیخواد. برای چی اتحادیه اروپا رو درست کرده؟ برای که میدونه چون اگر تک تک باشن با این کشورهای کوچیک کوچیک، امریکا از چیز قدرتهای جهانی اینها رو هم به عنوان از روی صحنه تصمیم گیری، حالا نه شاید به شکل کشور، صحنه تصمیم گیری جهانی حذف میکنه.
به این علت به معنای سلطه و زیر سلطه شدیداً من مخالفم. باید فرمش بر اساس جهانی شدن بر مبنای حقوق برابر ملت‌ها انجام بشه. ملت‌ها حق دارن در تصمیم گیری جهانی حقوق خود رو حفظ کنن، حقوق ملی خود رو حفظ کنن. خب این یه بحث البته مفصلی است، ولی امیدوارم در همین حد مختصر پاسخ شما خانم فریده عزیز رو داده باشه. مرسی عزیز، مرسی. ولی تا اونجایی که من آگاهی دارم اصلا نوع دوم که در جهان تعادلی ایجاد بکنه مطلقا نیست. در پشت پرده جریان‌های عظیمی هستش که این One World Order نهایتا یک برنامه شبیه چطور ما کلونیالیزم داشتیم و نیو کلونیالیزم شبیه نیو سلیوری خواهد شد. ولی فکرش هست، برنامهش هست، فکرش هست، ارائه میشه. باید به اصطلاح زمانی جامعه با تخریب که رو میشه، جامعه جهانی به فکر نجات خود بیفته و انشاءالله این راه حل ها را انتخاب بکنه، مطابق تغییرات اساسی داده بشه. بله، متشکرم، خواهش میکنم. خیلی ممنون خانم وفا و خانم فریده. آقای مجتبی مششعی. با درود به خانم جالب وفا، من تقریبا در یه سفری بودم نتونستم تمام بحث شما رو ولی بشنوم. ولی خب تقریبا از بیشتر از نصف بحث شما رو که بحث اساسی روی استقلال بود و اینا شنیدم و انقلاب ایران. خب اونا صحبت، اونا که نشنیدم و کاری بهش ندارم. ببینید، اگر شما انقلاب ایران رو یک انقلاب به جلو یعنی بالنده فرض میکنی، به نظر اگر اینجوری فرض میکنی، من نمیدونم چون چی فرض میکنی، این انقلاب از نظر اونا که بالنده فرض میکنن استقلال رو ایجاد کرده. استقلالم از دوران به هر حال استعمار، دوران استعمار. این بحث من نیست رو میگم، حداقل بحثی از روشن فکر هست. اگر سوال اول، اگر شما استقلال رو ایران به دست آورده، متوجه هستم، بذارین سوالم رو مطرح بکنم. بله. خود اسامشن این صحبت هایی که ما میکنیم وقتی که آدم به گمراهی بندازه. ببینید، اگر استقلال رو پیدا کرده، در نتیجه چیزی به نام انقلاب اگر بالنده باشه، خود به خود به اصطلاح منتفی بعد، کما اینکه من فکر میکنم اصلا انقلاب بالنده نبوده، رو به عقب بوده. این نظر خودم. این که استقلال پیدا کرده یا نه، اون کار اون به اصطلاح جامعه شناسان است که بیان توضیح بدن حتی استقلال هم پیدا کرده یا نه. حالا فرض رو بذاریم که استقلال سیاسی رو پیدا کرده باشه دیگه، ما چرا استقلال سیاسی رو پیدا کرده باشه، همه بود بدبختی های جامعه ایران میدونیم سر آمریکا یا سر چین یا سر روسیه. من اینا رو همه رو با هم چیز میکنم. یک بار برای همیشه، آیا ما منافع ملی روشن فکران منافع ملیشون رو فهمیدن یا نه، اینا رو باید توضیح بدیم. من حداقل اینا رو در اواخر بحث شما شرکت کردم ندیدم. نهایتا ما مشکلاتمون رو، من به درستی میخوام بگم، امروز دیگه مشکلاتمون رو سر امپریالیسم و فلان اینا حل نخواهد میکرد. بحث شما همه کاسه‌پوزه سر امپریالیسم آمریکا، امپریالیسم آمریکا رو برداریم، امپریالیسم چین بعدن، بعدن روسیه، بعدن بعد وقت کی من اون روشنفکرای ایرانی کی منافع ملیشون رو، یعنی باید کجا به روشنفکران ملی خودشون ایراد بگیرن که شما منافع ملی به اصطلاح منافع ملی ما رو اصلا در نظر نگرفتید. ببینید، من فکر میکنم اینا درست درسای گذشته است
و من هیچ اشکالی ندارم از درس‌های گذشته بیاموزیم، ولی اونجا گیر نکنیم. من فکر می‌کنم خیلی ها گیر کردن. خیلی ممنون. خانم وفا بفرمایید. ببینید دوست گرامی، من موضوع در مورد جنبش بود، اون بخشی که شما تشریف نداشتید. موضوع من صحبت در مورد حقوق ملی، من به منافع ملی اعتقاد ندارم، به حقوق ملی اعتقاد دارم، نبوده که بخوام در این وقت یک ساعته که محبت کردن در اختیار من قرار بدن به این مسئله بپردازم. از دید من همونجور که عرض کردم که سلطه خارجی بدون دست نشانده داخلی امکان پذیر نیست. شما چون هر جامعه رهبری خودش رو داره، یعنی هر انسانی داره، شما تا خود شما درونی نکنید و راه رو باز نکنید، غیر ممکنه حرف همسایه، حرف دوست، حرف غیر دوست بر شما اثر بذاره، میتونید مقاومت کنید. پس شرط اول مقاومت خود ملته، شرط اول عمل به حقوق توسط خود ملته، شرط اول این است که ما چگونه باید اقتصاد خودمون رو، سیاست، فرهنگ و جامعه خودمون رو آب دیده کنیم و رو این تن کنیم که بسیار توطئه خارجی و منافع خارجی ایجاب نکنه که در کشور ما جنگ ایجاد کنه، در کشور ما بسیار نفوذ داشته باشه و یا دولت تعیین بکنه و یا آلترناتیو تعیین بکنه. مسلماً این دست ملت ایرانه. هر جامعه‌ای که به حقوق خود واقف باشه، جامعه‌ای که رابطهش با دولت، رابطه‌ای که ملتی که برای دولت تعیین میکنه، نه بالعکس، رابطه جامعه ایران وابسته، چشمش به بیشتر از 5 میلیون نفر حقوق بگیر، چشمشون به دست دولته. چی کار میکنه دولت؟ جیب خودش که در نمیاره، منافع ثروت ملی رو به حراج میذاره، یه صدقه ای هم میده به عنوان حقوق. این رابطه در آلمان مثلا وجود نداره، در امریکا وجود نداره، در فرانسه هم وجود نداره که اینام سالیان سال جنگیدن تا بتونن این حقوق رو به دست بیارن. که جامعه تو آلمان یه اصطلاح داره، میگه من مالیات دهندم، یعنی تو حرف نزن، من تعیین میکنم، تو رو انتخابت میکنم که دولت یا نه، به من نمیتونی اجحاف کنی. این رابطه دولت ملت تو ایران باید عوض شه. مردم ایران صاحب ثروتاش بدونه که ثروتش داره به حراج میره و پول خودشه که دارن به دستش میدن، ولی منتم میذارن که من بهت حقوق میدم. پس بنابراین من معتقد نیستم که همه بلاها یک طرفه بدون اینکه ما ملت نقشی نداشته باشیم از طرف آمریکا و چین و روسیه و نمیدونم اتحادیه اروپا میشه، نه به هیچ وجه. اما نمیتونیم هم منکر باشیم که امریکا در ایران به اصطلاح در کودتا نقش نداشته، در ایجاد تشویق صدام به جنگ بعد از انقلاب نقش نداشته، در صدور خشونت به منطقه، در حمله به کشورهای همسایه، در شمشیر داموکلاس جنگ بالای سر ایران نقش نداشته. ما چگونه میتونیم تاریخ رو منکر بشیم و استعمار انگلستان رو نادیده بگیریم؟ ما چگونه بسیار زد و بندهایی که این دولت‌های اروپایی با دولت رفسنجانی، با حتی دوره احمدی نژاد و غیره داشتن برای که منافع خودشون داشته باشن چشم ببندیم؟ اینا که ننشستن بگن ما هیچ کاری به ایران نداریم، ما فقط یه دفعه به خاطر که دشمن بسازیم اسم امریکا و اروپا رو میاریم. خب تمام دنیا هنوز داره خون میده، خون زخمی از استعمار همین کشورها که منافع. آمریکا میگه من در ایران منافع دارم، ملت ایران باید رو حقوق خودش وایسته، میگه بی خود در کشور من شما منافع داری. مگه من میام بگم من در آمریکا منافع دارم؟ ما شده شما ایرانی که در امریکا هم ساکن هستید برید بگید ما ملت ایران برای امریکا نماینده تعیین میکنیم، رئیس جمهور تعیین میکنیم، چی به شما خواهند گفت؟ بفرمایید سر جات، این امر داخلی است، شما نمیتونید تو امور ما دخالت کنید، این آمریکایی با تعیین کنه. ولی چطور به خودش دولت امریکا اجازه میده فرض کن آقای رضا پهلوی بره بگه من رو بپذیر،
من نمایندگی از ملت ایران دارم. آقای مکین، ما در آینده ایران سوال زشتی که با این رفته با مکین کرد که در آینده با سپاه پاسداران چی کار کنیم. اصلا اون هاجواج مونده و اینو نگاه کن چی مسئله داخلیشو داره میاد از من میپرسه به عنوان یک به اصطلاح سناتور آمریکایی. این یا یک رابطه متقابل داره. مسلما ملتی که بر حقوق خودش هست اجازه دخالت خارجی رو نمیده، ولی میتونیم چشم بندیم در همه جنایاتی، کودتاهایی، زد و بندهایی، بمب‌اندازی‌هایی، بردن تاراج ثروت ملی که توسط قدرت‌های خارجی انجام شده؟ نه. ولی حق با شماست. کی باید جلوی اینا بیسته؟ همون روشن فکرانی، همون مردم ایرانی که حقوق رو اصل باید قرار بدن و ملت رو باید به اصطلاح در با کار فرهنگی شناسایی کنن این حقوق رو تا جامعه به خود باور بیاره و اجازه نده دیگری به عنوان قدرت خارجی برش تنگ تکلیف کنه. وگرنه تاریخ ما دوست عزیز، از جنبش تنباکو بگیر، روسیه دخالت داشته و دولت تعیین کرده و نهضت از بین برده و قزاق آورده و رضا شاه آورده و کودتا کرده، مرتب کار داشتن با ایران. من از خودم ساختم؟ نه. این تاریخ دیگه خب با مطالعه بفرمایید میبینید که اونا آمادن این دست نشاندگان داخلی وجود داشته باشن تا بتونن دخالتهای خود رو بکنن. ما میگیم نه، ملت باید حقوق خودش رو بشناسه، بیست استقلال و آزادی خود رو حفظ کنه و اجازه دخالت نده، اجازه همکاری بده، اجازه تبادل بده، نه دخالت. این حرف من. خیلی ممنون. همین هر نظری داشته باشید، هر نظری محترمه برای خودش، این نظر من بود خدمت شما. خیلی ممنون. خان آقای اقتصادی لطف کنید بفرمید. بله. خیلی ممنون. خیلی برخی از قسمت صحبتاتون درسته، ولی من یاد برد دوران 57 و 58 و آقای منی صدر، اون قسمتش بیشتر منو تحت تأثیر قرار دادین. من یادمه که چون شما مسئله کودتای دوم رو گفتید و به نظر من یک تحریف تاریخی هست، اصلا از نظر حرف، از نظر فلسفه و اینا، حالا بگذاریم از جزئیاتش. من یادمه که آقای بنی صدر از اقتصاد و نظم جهانی زیاد صحبت میکرد و من هم چون توی انقلاب بود و اینا، گفتیم خب یه نفر پیدا شده از این حرفا میزنه، خب ما هم ببینیم که چی میگه. و خب با دقت چه اون روزا چه بعدن به اصطلاح ایشونو صحبتاشو نگاه میکردیم. منو گفتم بردید دوران 57 و اون موقع ها، من یاد یه بحث صحبتی افتادم که اونو میخوام تکرارش کنم. خیلی عذر میخوام اگه کلمات یکم خشن هست اینا. من یادم این که اون موقع وقتی بحث شد اینا، من این حرف رو گفتم که بدبخت ملتی که تئوریسین اقتصادی و اقتصاددونش بنی صدر باشه. خب الان هم اگه برگردیم کتاباش رو اون موقع رو بخونیم، فکر نکنم نظرم تغییر کرده باشه. کدوم کتاب؟ که همون نمیدونم اقتصاد توحیدی و از این حرف ها. بدبخت ملتی که فیلسوف و سیاست مدارش آقای بنی صدر باشه. ببینید خیلی خشن هست، خیلی عذر میخوام اینا. و بعد بدبخت ملتی که رئیس جمهورش آقای بنی صدر باشه. اینا نشون میده که خب من اون موقع چقدر نظر ایشون رو غلط میدونستم. البته خب من ایشون نمیشناختم و نه از نظر شخصیت و نمیدونم چیز سیاسیش باش تضادی داشتم، مثلا من کارم سیاست نبود و نیست. الان شما گفتید که انقلابی بوده که به انحراف کشیده. اگه شما من از شما بخوام که 10 نفر اسامی افرادی بگید که انقلاب به انحراف کشیده، خب شما آقای بنی صدر رو نمیذارید توش. ولی من از خیلی از آدمای خیلی بی‌طرف، الان چپ راست بالا پایین اینا، که بپرسم اسم آقای بنی صدر اگه در صدر نباشه در پایمانای اون 10 نفر هست اینا. این من یه مقداری
با توجه میدونم که اینقدر وقت شما حرف آقای بنی صدر بزنید یا کسی اینقدر انتقادات شدید میشه که حتی بعضیا ترجیح میدن که این حرفو به زبان نیارن. حتی خود منم یه مقدار فکر کردم بی انصافیه که این همه که شما این انتقادات رو ممکنه بشنوید و ما بگیم، ولی به نظرم رسید که شما یه مقدار تاریخ رو دارید تحریف میکنید. و اگه من و شما که به اصطلاح یه مقداری توی کارهای دانشگاهی و تحقیقات و اینا هستیم یکم تاریخ رو تحریف کنیم، یه کسایی پیدا میشن که اصلا زیر و روش میکنن، چه تاریخ قدیم، چه تاریخ باستان، چه تاریخ اینا و حتی تاریخی که من خودم به چشم خودم دیدم اینا. خیلی عذر میخوام و من خیلی خوشحال میشم که اگه بتونم با شما صحبتی داشته باشم در این رابطه، چون یه مقدار ممکنه میگم لغتام خشن باشه، چه بهتر که به صورت پرایویت و خصوصی باشه اینا. عذر میخوام. خیلی ممنون. بذار فرما در همین حدی که شما صحبت کردین من نظرم رو عرض کنم. شما به عنوان یه انسان مسلماً مختارید، هر نظری میخواید داشته باشید، محترمه از دید من، بسیار محترم. اما دوست گرامی، اون ملتی که شما میگید بدبخت، ملتی که رئیس جمهورش بنی صدر باشه، پس شما اون ملت رو بدبخت میدانید، چون 76% به مردم ایران به بنی صدر رأی داد، اونا انتخابش کردن، حداقل تحمیلی نبوده، منتخب بوده. پس از دید شما ملت ایران اصلا بدبخت هست که همچه انتخابی کرده، چون انتخابی که کرده مورد پسند شما واقع نیست. اون کتاب اقتصاد توحیدی رو من نمیدونم شما واقعا لاشو باز کردید خوندید یا نه. خیلی ها رو اسمش موندن خیال کردن توحیدی یعنی ایدئولوژیک. نه، در این کتاب اگر واقعا منصفانه خونده باشیدش 46 راه استثمار رو توضیح میده و نشون میده که سلطه لیبرالیسم اقتصادی در جهان چه جنایاتی که نکرده به اسم مالکیت خصوصی. در اونجا این روش های استثمار رو توضیح میده و نشون میده استقلال اقتصادی چگونه در این کتاب نشون میده چگونه، از مثال از کشورهای مختلف، چگونه میشه شما به عنوان یه ملت با هر نوع نگاهی، با هر نوع مرامی، با هر نوع ایدئولوژی استقلال اقتصادی خود رو حفظ کنید. سه کتاب در زمینه رشد نوشته که همه پیشنهادیست به جامعه ایران و به جامعه جهانی، همونی که دوست عزیز فکر کنم فریده خانم گفتن که هیچ گونه راه حلی در این زمینه، یعنی نوع نگاه دیگری غیر از این نوع جهانی شدن، اتفاقا برنامه‌ش داده و راه حل داده، راه حل جنایت کرده که راه حل به جامعه ارائه داده. عذر میخوام. ببینید شما متوجه صحبتم نشدید خانم. من متوجه صحبتم. اجازه بدید خانم بخوام. نقل قولی که میکنید دوست گرامی، میگید من که اهل سیاستم نبودم، اهل سیاستم نیستم، اگر که کارم هم سیاست نبوده، اگر یکی به انحراف کشیده باشه دیگران بگن بنی صدره. خب اگر به انقلاب رو به انحراف کشیده بود و هم دست خمینی بود، چرا کودتا کردن علیهش؟ یه سؤال کردی از خودتون؟ علیه مصدق، خب اگه مصدق همراه با شاه بود، برنامهش در قبال همراه با اون بود، با سیاست های امریکا، انگلستان و شاه بود، چرا باید علیهش کودتا میشد؟ آقای بنی صدر یه نمونه، چون وقت در همون وقتی که شما صحبت کردید من عرض میکنم، یک نمونه، فقط یک نمونه خدمتش، نفتی رو که در زمان شاه در سال 56 6.5 میلیون بشکه نفت شاه میفروخت به قیمت $13، در زمان حکومت بنی صدر نفت رو رسوند به 1.7 میلیون بشکه، 700,000 بشکه صرف مصرف داخلی میشد، 1 میلیون بشکه فروش میرفت، یعنی عمر چاه های نفت رو بالا برد. با چه قیمتی؟ در بازار جهانی
$30 ژاپن $38 می خرید. به یمن انقلاب ایران و با حکومتی که اصلش استقلال بود و در بودجه دوره بنی صدر سال 59 4.5% تولید ناخالص ملی که در هیچ حتی از ژاپن شما ندیدی به آموزش پرورش انتقال یافت و داده شد، یکی از مستقل ترین بودجه های تاریخ ایرانه. من در این زمینه مطلب نوشتم، همونجور که اقتصاد بدون نفت مصدق رو تحلیل کردم. همین یک نمونه خدمتش، همین یک نمونه خدمت گفتن حقیقت هر روزه، هیچ جای جهان هیچ رئیس جمهوری هر روز تمام دیدارها و گفتارهاش رو به مردم ارائه نداده. و رفسنجانی اومدتون ماز جمعه گفت خطرناکتر از خود بنی صدر این گزارشاش رو به مردم. من چون وقت کمه نمیخوام بیشتر، من خیلی استقبال میکنم با شما خصوصی صحبت کنیم تا شما نمونه اون خیانت ها رو در مورد کتاب اقتصاد توحیدی که به ساعت تیترش رو میگید و نقدش میکنید میتونیم جزئیاتش صحبت کنیم. یه فقط میخواستم چیز کنم، یه اضافه کنم که شما متوجه مقصودم نشدید یا به عمد عوضش کردید. من گفتم بدبخت ملتی که این حرف سال 57-58 بدبخت ملتی که اقتصاددان و تئوریسین اقتصادیش آقای بنی صدر باشه. من نگفتم ملت ایران بدبخته، نه نه آره. بله، برای اینکه من روی قسمت اولش که خدمتون گفتم، برای اینکه آقای بنی صدر اقتصاددون نیست، اقتصاد حرفایی که زده الان من و شما میتونیم بشینیم بخونیم دو مرتبه حضاری که اینجا هستنم حتما میتونم برم. و من آقای اسکندری اجازه بدید که این بحث دو نفره بره کنار بخونیم و نقد کنیم. بازم که اکتسابی من چه اشتباهی میکنم؟ شما اکتساب اجازه بدید این بحث الان کنار بره چون میشه بحث دو نفره. آقای امیری با سلام خدمت شما جناب نادر عزیز و خانم وفا، خیلی محبت فرمودید که امشب یک بحث بسیار خوبی رو ارائه دادید. من چند تا نکته دارم در حقیقت، واقعا نمیدونستم که اصلا نکاتمو بگم یا نگم، تردید داشتم، ولی در صورت میگم شد. در نظریه دادن ما، هر کدوم از ما یه بنیادهای فکری داریم که اون بنیادهای فکری ما رو به سو و سمتهایی میبره که اون بنیادهای فکری ما هستن، علارغم این که میل مثلا یا قلبی یا فکری هر جوری که میخواهید میروش به جهتمون باشه. یعنی ما اون بنیادهای فکری وقتی که ما رو احاطه میکنه، نه به مفهوم منفیش، ولی در صورت اون بنیادهای فکری ما رو خواه ناخواه به مسیرهایی میبرن که اون بنیادهای فکری هستن. حالا اون نکاتم چی هست؟ نکاتم این هست که به خاطر نوع نگرش شما که من فکر میکنم خیلی اخلاق گرا هست نسبت به مجموعه جنبش، حتی دیدی شما نسبت به زن زندگی آزادی اینجوری هست که شما خیزش مردم رو انقلابی نمیدونی و یک جنبش انقلابی میدونی. یعنی ما در مفاهیم بین جنبش انقلابی و انقلابی بودن یک جنبش رو خیلی روشن نیست برامون، و یا اگر روشن هست به دلیل اینکه میل نداریم بخش‌های دیگه جنبش رو از جمله بدیل رهبری، رهبر داشتن، رهبر از خارج از کشور یا داخل بودن رو سعی می‌کنیم ممیزیش کنیم، یعنی کسرش کنیم، ریدیوسش کنیم اونو. این چه کار میکنه این حرکت ها و این نوع نگرش های اخلاق گرای ما؟ ما رو در سنجش مسائل و حتی معیارهای سنجشیمون هم مثلا مورد زیر پرسش میبره. یعنی که مثلا شما یک مثال زدید از رضا پهلوی که رفت
اسرائیل و حرکتش بسیار فلان بود و بهمون من کار ندارم بود. و از بسیاری از مردم ایران شنید. حالا این خیلی جالبه برای من. و بعد در همین راستا در یک بخش دیگه از جنبش گفتید که من تعجب میکنم که چرا خیلی مردم ایران سراغ روانشناس ها نمیرم. یعنی ما تقلیدگرایی رو وقتی که واردش میشی و هم بنیادهای فکری اخلاق گرایی هست ما رو میبره به یه سمتایی که علی رغم حقایقی که در بدن جامعه است میخوایم یه چیزایی رو بگیم که متمایلیم به اون نوع فکر کردن. یعنی ما از مثلا دیدن مسائل مثلا اجتماعی حتی مثلا در ارتباط مسائل استقلال، مثلا استقلال شما کاملا اقتصادی میرید، اصلا خود استقلال، خب حالا من وارد اصلا نه اقتصادان هستم نه ادعا میکنم که واقعا سواد اقتصادی آنچنان اصلا دارم، ولی میدونم که استقلال اقتصادی هست، اجتماعی هست، سیاسی هست، فرهنگی هست. شما تمام بخشا رو فقط بخشه اقتصادیش رو نگاه میکنید و اون هم میگم که باز چون جنبه های اخلاقگرایی و مثلا اخلاقگرایی اینقدر قوی میشه که یه مرتبه شما رو مثلا ضد فرزند امریکا میکنه، غرب میکنه، یعنی همون افکاری رو به ما رو میبره تو همون تونلایی که مثلا شریعتی برد یا مثلا عالمت برد یا فردیت برد یا از اونایی که مثلا نوع بنیادگرایی به اصطلاح ضد غربی دارن و ما رو یه مقداری ضمن این که علاقمندیم به سلام به جنبش مردم ولی تقلیل میده به یه سری چیزهایی که خودمون شاید در باطنمون نباشه ولی یه سری دشمنی‌های عجیب غریبی می‌کنی با اونا و خودمون رو توی یه سری تنگ‌ها و حصارها قرار میدیم و این رو من اینجوری حتی مثلا در صحبت‌هایی که در مثلا کودتایی که شده شما باز هم میگم در مقیاساتون و معیار سنجشاتون یه بداری نمیدونم چجوری هست. مثلا فرضاً کودتای 28 مرداد و هر کسی خب نظر متفاوت داره نسبت به کودتای 28 مرداد که عواملش چی بودن، مثلا عناصرش چی بودن، چه نقش‌هایی کی داشتن که مثلا شما حتی خب اسبوردی از آقای کلینتون نبود، البته خانم آلبر رایت بود که عذرخواهی کرد و حتی خانم آلبر رایت هم که عذرخواهی کرد اون هم حتی در اون موقع ضمن این که واقعا امریکا نقش داشت، انگلیس نقش داشت، ولی نقش خود ایرانی ها اگر بیشتر از امریکایی نبود کمتر هم نبود. یعنی نقش حزب توده، نقش به اصطلاح بخشی از ارتشیان ایران، نقشی از چیزها، یعنی خیلی مسئله مفصل تر از اونی که به راحتی از کنار یه سری چیزا رد بشیم. یا مثلا آقای بنی صدر، این دوست عزیز قبلی سر صحبت ها کردن ولی واقعا مثلا خود آقای بنی صدر که بنیانگذار به اصطلاح این رژیم به اصطلاح واقعا ضحاک ماردوش که مغز جوانای ما رو داره میخوره، آقای بنی صدر بود که در فرانسه و بنیانگذار و اصلا آورنده آقای خامنه‌ای بود و کسی بود که تمام این برنامه آقای خمینی رو چید. یعنی وقتی که ما صحبت از کودتای بنی صدر میکنیم از این واقعا که بنی صدر خودش آخوندزاده کاملی بود و اعتقاد کامل داشت به جمهوری اسلامی و جنگ و دعوایی که بین آقای بنی صدر و دیگران بود نه بنیادی و متفاوت از دیگران بلکه یه سری مسیرهای دیگه میخواست که مثلا مثل آقای فرزند هاشمی رفسنجانی یه سری روابط دیگه میخواست با غرب دنیای خارج که بقیه مثل بقیهشون نمیخواستن. اینی که خواهش میکنم این بنیادهای فکری ما رو نذارید که وارد سنجش هایی بشیم که علارغم میل باطنی ما که واقعا همونجوری هم گفتی شما مایل و علاقمند به پیروزی مردم ایران هستید ولی اینقدر تقلیل میدید بخش رهبری رو، بخش جنبش رو، بخش به اصطلاح مبارزه مردم رو که نه رهبری هست نه داخل واقعا
به اون شکل چیزی هست و باید منتظر مون تا کی. و شما فقط در همون به اصطلاح ردبندی پلکانی که خودتون بهش نظر کردید، پله دوم و اینها پله های به اصطلاح فیزیکی نیستن و مختلف با هم هستن. یه دیگه چیزش کنید. بله بله معذرت میخوام عزیزم، من دیگه همینجا دیگه ختم کلام میکنم. ممنون. خانم وفابی، قبل از اینکه شما صحبت کنید، دوستان عزیز اگر همینجوری بریم جلو میشه 4 صبح پاریس. خیلی چهار صبح پاریس. من 2 نفر دیگه تو لیست میبینم، آقای جهانگیر و آقای علیرضا. فکر میکنم دیگه من لیست رو ببندم بهتره، چون تا اون موقع طول میکشه با جوابایی هم که خانم وفا خواهد داد. بنابراین دیگه خواهش میکنم که کسی نخواد اسم بنویسه، چون قبول نیست. و خانم وفا ساعت 4 صبح شده دیگه، باید برن. بفرمایید خانم وفا. ببینید مولوی یه شعری داره میگه: من از قندم مرا گویی ترش شو، تو ماشی را بگیر و لوبیا کن. مسلمه آقای محترم جناب آقای امیری که منم، من دیدگاه خودم رو دارم، تجربیات خودم رو دارم، ضوابط اخلاقی خودم رو دارم، شما هم شمایید. نوع نگاه من با تاریخ با نگاه شما فرق میکنه. منتها مسئله این است که آن تاریخ آنچه را که واقعا رخ داده سندهاش موجوده. نمیشه با خیال من یا خیال شما، حالا من اخلاقگرا هستم شما ضد اخلاقی، تحریفش کنیم یا بگیم وجود خارجی نداره. فکر کنم شما با اون دقت لازم به صحبت‌ها و عرایض بنده توجه نکردید، برای که چند نکته رو اشاره کردید که اصلا در صحبت من نبود. اولا من دشمنی به امریکا و غرب ندارم، من خودم در غرب تحصیل کردم و در غرب زندگی میکنم، پس بنابراین اگر دشمنی داشتم اینجا نبودم. من با سلطه‌گری گفتم مخالفم، همجور که یه آلمانی هم میتونه با سلطه‌گری مخالف باشه و در ایران شاغل باشه. با سلطه گفتم موازنه منفی که از دوره گفتم شعر سعدی هست، میگه نه به استر بر سوارم، نه چو اشتر زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم. نمونه موازنه عدمی است. این در تاریخ ایران بوده همیشه. سلطه رو نمیپذیره، زیر سلطه هم نمیره. من با روش ها و منفعت طلبی های آن سری از دولت ها که فقط منم نیستم، نصف دنیا، افریقا، هندوچین، ویتنام، جاهای دیگه اسیر سلطه‌گری های همین غربیانی بودن که شما معتقدید کاری به کار ایران نداره. نه، دارن، داشتن و به همه جهان هم داشتن. پس دلیل من دشمنی ندارم. من یه ایرانی هم، نگاهی به تاریخ هم میکنم، میبینم فرض کنید از طریق چه کشورهایی به خاطر حفظ منافعشون چاپیده شدیم، کشتار شده، کودتا شده، دولت آوردن، آقای رضا شاه رو آوردن، بعدش هم بردش انگلستان به جزیره موریس. خب اینا رو که نمیشه چشم ببندیم بگیم انگلستان کاری به کار ما نداره. در تمام عرایضم دوستان توجه کنن، من گفتم بدون دست نشانده داخلی غیر ممکنه قدرت خارجی بتونه قدم از قدم تو ایران برداره. مسلما اینجا حق کاملم با شما، من همینم تاکید کردم و گفتم اگر این محمد رضا نبود و یه عده شعبان، حالا من لغتش اصطلاح صحیح نمیدونم، حرمت انسانی رو نبود، من بیمخ نمیگم به کسی، ولی چماقداراش نبودن، آقایان زاهدی پدر و پسر نبودند و بسیار دست نشاندگان دیگری نبودند، که دولت امریکا و انگلستان میتونستن در ایران کودتا کنن؟ مسلمه که نقش بزرگ رو اونا دارن. اینو که من چند بار گفتم که شما حتما توجه نفرمودید. بعد مثال زدم از آقای رضا پهلوی. بله مثال زدم، حقمه به عنوان انسان دارای نظرم
فرصت به من داده شده نظرم رو ابراز کنم بگم آقای رضا پهلوی رفته بدون که نمایندگی از ملت ایران داشته باشه میگه من پیام‌آور صلح و دوستی به اسرائیل هستم، رفته با رادیکال ترین به اصطلاح دولت اسرائیل مراوده میکنه. معلومه که من مخالفم. با دولت سوئد نرفته ها که دموکراته ها، با اسرائیل رفته، دولت دست راستی اسرائیل رفته و معلومه مخالفت میکنه. من با سلطه‌گری و ملت ایران رو به نام اونها قیم شدن مخالفم. خودم هیچ وقت این ادعای قیمی رو نداشتم، اجازه هم نمیدم و نقد میکنم هر کس قیم بخواد بشه. شما میگید که چرا مردم به روانشناسان رو، من گفتم چرا رجوع نکردم، حق ندارم نظر داشته باشم که در روش های ریزش نیروهای سرکوب بخشی از جامعه شناسان میتونن کمک کنن، بخشی هم روش های روانی رو، نوع ریزش ها رو، وابستگی های روحی روانی نیروهای سرکوبگر رو به دولت میتونه روانشناس کمک کنه در راه حل دادن. اشتباه میکنه؟ پس برای چی روانشناس به وجود اومده؟ نباید رجوع کرد؟ خنده دار رجوع بکنه؟ زشته برای مردم ایران رجوع کنه؟ من این رو زشت نمیدونم. اتفاقا استفاده از نیروهای زبده فکری جامعه میدونم. شما میگین من استقلال رو به اقتصاد، به استقلال اقتصادی فقط تقلیل دادم. به هیچ وجه اینجوری نیست. مثالم در پاسخ خانم فکر کنم فریده عزیز بود که در مورد جهانی شدن بود، جهانی شدن بخش اعظمش اقتصادی. شما هیچ پدیده سیاسی نمیبینید که هم اقتصادی نباشه، فرهنگی نباشه، اجتماعی نباشه. هیچ پدیده اقتصادی نیست که سیاسی نباشه، اجتماعی نباشه. اینا همه مجموعاً در راه حل‌ها و برنامه‌های عملی که جمع ما داده در تمامی اینها استقلال رو شمرده. به چه شکل میشه اقتصاد استقلال سیاسی اتخاذ کرد؟ داشته باشیم استقلال اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. بدون یک چیش نقض بشه بقیه اون استقلال‌ها معنا نداره و ناقصه و نمیتونه به نتیجه برسه. پس اینا با هم ارتباط دارن. جامعه آلمان الان سوورنیتت خودشو میخواد، اجازه نمیده در یک بخش هایی به عنوان به اصطلاح اتحادیه اروپا یک سری تصمیمات رو در اتحادیه میگیره. ولی شما سیستم حزبی آلمان رو که نوع کاملا خاصی داره، آلمان یه فرم کاملا نوع مثل امریکا نیست که دو حزب بزرگ باشه. اینجا 5,000 نفر به یک نفر نماینده رای بدن وارد مجلس میشه و حزبش اگه 5% آرا رو بیاره میتونه کرسی تو مجلس داشته باشه. هیچ وقت به علت عضویت در اتحادیه اروپا این استقلال سیاسی خودش از دست نمیده، فرمش عوض کنه. تصمیم گیری هاش آلمان در زمان شرودر جلوی امریکا ایستاد، گفت این دروغه که صدام حسین تا 48 دقیقه دیگه به سر بمب اتمی و موشک اتمی ارسال میکنه به طرف غرب و من همراهی نمی کنم. اسپانیا هم همراهی کرد، فرانسه همراهی کرد، بسیار از کشورهای اروپایی همراهی کردن، استقلال سیاسی خودش حفظ کرد و نکرد و بعدا هم معلوم شد چه کار درستی کرد. الان اسناد اومده بیرون که چه دروغ بزرگی و مایه خجالت بسیاری از کشورهاست که این دروغ بزرگ امریکا و انگلستان رو گوش کردن، آقای بلر و آقای بوش رو. آلمان استقلال سیاسی خودش حفظ کرد. اصلا به خاطر این که ما میگیم سلطه و زیر سلطه نباشه، برای حفظ استقلال فرهنگی اجتماعی جامعه ایرانه و سیاسی جامعه ایرانه. من اصلا معتقدم نیستم که این نظام استقلال سیاسی داره. مگه میشه شما در یه جا داشته باشی در یه بخشای دیگه نداشته باشی؟ کشوری که اقتصاد شما، مرتب تحلیل بودجه میکنم، هر سال تحلیل بودجه میکنم، تیترای مقالم هم این است که از عمد این بودجه رو می نویسن تا استقلال اقتصادی سیاسی اجتماعی رو از بین ببرن.
مگه میشه این جامعه استقلال سیاسی داشته باشه بعد در اقتصاد وابسته باشه؟ مگه میشه همچی چیزی؟ کجای این نظام استقلال سیاسی داره؟ اینا همه ربطه به هم دارن. در بعد از انقلاب بر خلاف اهداف ملت ایران که استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگ، اجتماعی میخواست، این نظام مأموریت داشته از دید من تعمد داره که تمامی این استقلال ها رو از بین ببره. تمامی سیاست گذاری های ضد سیاست گذاری های مصدقه، ضد سیاست گذاری های شما بیرید بودجه دوره بنی صدر رو بخونید، بیرید برنامه اقتصادیش رو بخونید تا ببینید واقعا استقلال ایران رو میخواسته یا وابستگی رو. برای چی کودتا کردن؟ بیاد رو فاکتا دوستان حرف بزنید. اگر من میتونم بگم مثلا شما دوست گرامی ایرانی هستی، اهل مطالعه نیستید، همینجوری حرف میزنید، خب این فاکت نیست. من میتونم با یکی خوشم بیاد یکی بدم بیاد، نه، بیاد با فاکت با هم حرف بزنید، برنامه بذارید جلو، یکی یکی بندها رو بخونید ببینید حالا این استقلال رو میگه یا استبداد رو میگه. من نه با چین مخالفت دارم، نه با روسیه، نه کشورهایی هستم. به محضی که خواستن تو ایران دخالت کنن، برای مردم ایران تعیین تکلیف کنن و ثروت ایران رو به حراج ببرن و زد و بند با این نظام بکنن و دست ایران رو تو جنگ هایی وصل بکنن، مخالفت میکنن. حق دارم مخالفت کنم، استقلال و آزادی خودم میدونم که مخالفت کنم. شما نمیدونید، نکنید. شما رو به دین خود، مرا به دین خود، شما رو به روش خود، مرا به روش خود. برای منم بسیار نظر شما محترمه، اما دلیل نمیشه که من ماش رو شما بیاری لوبیا بکنید. من روش خودم رو دارم، شما روش خود. مسلمن تحلیل های شما هم برخواسته از اون بنیاد فکری شما، راستید یا چپید من نمیدونم، هرچی هستید مسلمن نقش داره در نوع نگاه شما، کاملا با شما موافقه. منتها آزادی یعنی این که شما وجود داشته باشید با نظرتون، حق اظهار نظر داشته باشید، نه حق حقنه. من هم وجود داشته باشم با دیدگاه خودم، حق اظهار نظر داشته باشم و نه حقنه. شما بگید، منم میگم، دیگران انتخاب میکنه. هم چیز به اصطلاح تحمیلی نیست که. به هر حال ممنون و متشکر از این که خیلی ممنون در مورد بحث جنبش انقلابی یا انقلاب جنبشی یا خود انقلاب یه دیسکورس های سیاسی است که وقتش در این جلسه نیست. با کمال میل حاضرم حالا خصوصی میخواد در جلسات دیگه در این زمینه صحبت. بله، من عرایزم تموم شد. آقای علیرضا خودتون آن میوت کنید. آقای علیرضا عرض کنم صدای منو دارید؟ بله بفرمایید. با عرض سلام خدمت خانم وفا، من با بیشتر صحبت‌های شما موافق هستم، در میهن‌پرستی‌تون هم شک ندارم، ولی یک دو تا سوال دارم پیش اومده. این سوالات رو باهاتون مطرح میکنم، خواهش میکنم جواب پیش بدید. یک، اولا شما از دو تا کودتا نام بردید، یکی کودتا علیه مصدق که به درستی بود، یکی هم کودتا علیه بنی صدر. اینجا ما سه تا کودتا داشتیم، یکی هم زمان رضا شاه کودتا شده بود که سید ضیاء را آورد سر کار و بعدش سید ضیاء، شما همه تو اطلاع دارید، از این نام نبردی شما در صحبتتون. یک، حق دو. با شما درسته. بله، دومین نکته اینه که شما از جنبش صحبت کردید، ولی در تمام طول صحبتاتون هیچگاه از جنبش، جنبش به معنی اینه که یک تشکیلات پشت سرش باشید، جنبش تشکیلات میخواد، و شما در تمام صحبتاتون صحبت از تشکل کردن، متشکل شدن مردم صحبت نکردید و از تشکل هم صحبت نکردید. این دومین نکته همه که به اصطلاح باهات مطرح میکنم. سومین نکته، من به نظر من آقای کودتا علیه بنی صدر نشده و با اون، با اون صحبت هایی که نفر دو سخنان قبل کرد بیشتر موافق هستم. بنی صدر اقتصاد توحیدی نوشته بود، اقتصاددان بود. اقتصاددان نمیتونه بره فرمانده جنگ بشه، لشکر فرمانده یه ارتش بشه و ارتش چیز بشه. اینا
خمینی بود که بنی صدر رو بردش سر کار. خمینی بود که گفت بنی صدر رئیس جمهوره و همه تحت رهبری خمینی رفتن به بنی صدر رای دادن. نه شما میگین 78% مردم رای دادن، نه اینطور نیستش. اون رای مردم رای به خمینی بوده در حقیقت، نه به بنی صدر. باز عرض کنم به حضور شما که یک دو تا نکته دیگه هم بود، اونا رو فراموش کنم. همین سه تا رو اگر شما پاسخ بدید نظرم وقتتون کافی باشه. در سوال اول حق با شما، البته بله کودتای سید ضیا بوده. من خواستم کودتاهایی بگم به اصطلاح اشاره کردم که به نزدیکتر از دختر نظر زمانه، ولی حق با شما اونم بوده. سوال دوم این است که خب من اون تعریف از شما دوست گرامی در مورد جنبش ندارم که جنبش حتما تشکیلاته، نه به اصطلاح حرکات جنبشی حتما نباید تشکیلات حزبی یا تشکیلاتی که به معنای مرسوم تشکیلات پشت سرش باشه. مسلما تشکلات، مگه میشه مردم برن در خیابان شعارهای یکسان تقریبا در همه شهرها بدن و تشکیلاتی به اون معنا که سازماندهی پشتش نباشه؟ سازماندهی مردم بوده، منتها خودجوشه. در خود انقلابم، انقلاب 57م جنبش همگانی مردم ایران تا زمانی که به انقلاب ختم نشده بود که انقلاب نبود، مردم در خیابان بودند، خودجوش سازماندهی پیدا میکردن. در همین چند ماهی هم که در جنبش زن زندگی آزادی که گفتم مراحل داره که بتونه خود به مرحله پیروزی بشه و یه تغییرات ساختاری ایجاد بکنه که انقلاب نام بگیره، یک نوع سازماندهی خودجوش وجود داشته. به این خاطر ما میبینیم در دانشگاه‌های مختلف ایران شعارهای یکسان داده میشه، در زاهدان تا کردستان شعارهای روش‌های یکیه. تنوع داشت ولی یه روش‌های عمده‌ای وجود داشت که یکسان بود. نوع به اصطلاح آمدن در خیابان و نوع به اصطلاح سازماندهی های خیابانی درس گرفته از جنبش های 96-98 بود و یکسان بود در شهرستان های مختلف و بسیاری از خواسته هایی که بیان می شد منبعث از خواسته های عمومی همگانی جامعه ایران بود. این بدون سازماندهی کامپذیر نیست به نظر من، منتها افرادی رو به خاطر اینکه در دام امنیتی نباشن مرتب میگفتن که سازماندهی ها، سازماندهنده ها نام برده نمیشه تا به خطر نیفتن. مسلما این سازماندهی ها بوده، منتها ضعف و قوت های خودش رو داره از دید من. حالا هیچ چیزی هم نیست، من دلیل نمیشه که بگم حتما اون دیسکورسی که من اعتقاد دارم یا میگم بهترین و درسترینه، نه. من اصطلاح جنبش انقلابی رو به کار میبرم برای که هنوز تو از دید من تو اون مرحله دومه، هنوز به مرحله همگانی شدن هم نرسیده که بگیم یک انقلاب همگانی است. هنوز این جنبش زن زندگی آزادی در مرحله مبارزه و استقامت. شما ممکنه دوست گرامی تعریف دیگری داشته باشید در این جلسه، در این کانون صحبت بفرمایید و من مستفیض بشم از صحبت‌هاشون. و اما نظر شخصی شماست، میگید کودتا علیه بنی صدر نشده، بنی صدر چون اقتصاددان بوده نمیتونسته فرمانده جنگ بشه، اون رأی هم به اون رأی به خمینی بوده، در صورتی که آقای خمینی تو کتاب صحیفه نور نوشته، من آدرسش خدمتون میفرستم اگر برای هم دوست گرامی آقای مقیمی که قرار بود آقای فرشید مقیمی میفرستم، این رو هم میفرستم که خودش قسم میخوره که من به بنی صدر رأی ندادم و اصلا مخالف این بود که بنی صدر بهشم میگه که شما برو به رفسنجانی، میاد اقرار میکنه تو کتاب خاطراتش، میگه که خمینی گفت حالا که مردم به بنی صدر رأی دادن شما برید مجلس رو در اختیار بگیرید. ناراحت بود از این که مردم بهش رأی دادن. خب اگر در چارچوب خمینی رفتار میکرده و همکار خمینی بوده، سوال من این است که حالا شما نگید کودتا نه، برای چی باش مخالفت کردن و رای به عدم
کفایت سیاسیش دادن، 14 تا ایراد برش خوندن که الان من اجازه بفرمایید همین الان برای شما بخونم. آقای خامنه ای صحبت آقای خامنه ای در آخرین چیز و 7 بارم به اعدام بنی صدر رو محکوم کردن هست که میگه که 14 تا ایراد بر آقای بنی صدر میخونه. سوال از من از شما این است که اگر همراه با خمینی بود چرا باید این ایرادات رو این ایرادات رو برش میگرفتن؟ اجازه بفرمایید یک ثانیه من این الان پیداش میکنم اینجا هست. نه چون اینا تاریخه دوستان، آقای بنی صدر نه پسرعمه منه نه چیز، مسئله تاریخ ایران رو باید نمیگه سرسری گرفت. 12 دلیلی که بخواید من توضیح میدم در عدم کفایت آقای بنی صدر، من اینو سریع میخونم بقیه رو دوستان دیگه میتونم بگم. میگه بنی صدر به خاطر این 12 جرم اصلی برش قائل شدن، جانبداری از دموکراسی. نوار آقای خامنه ای هست توی یوتیوب، برید نگاه کنید توی مجلسی که رأی به عدم کفایت سیاسی به بنی صدر داره. جانبداری بنی صدر از حقوق بشر، مخالفت با ولایت فقیه، مخالفت با نهادهای انقلاب، سپاه، دادگاه‌های انقلاب، کمیته‌ها، مخالفت با قرارداد الجزایر بر سر گروگان‌ها، می‌دونید اعلام جرم کرد علیه بهشتی و رفسنجانی، مخالفت با احکام قضات شهر و حدود و تعزیرها. یادتون باشه تو روز عاشورا اومد گفت تو این کشور شکنجه میشه و من نمیتونم رئیس جمهور کشوری باشم که در زندان‌ها شکنجه میشه، و گفتن چرا اینا رو افشا کرد. 7 مخالفت با انتصابات امام، منظورش نسب بهشتی و موسوی اردبیلی به عنوان دادستان و ریاست دیوان عالی کشور بود که برخلاف قانون اساسی، مخالفت با تبلیغ برای آقای خمینی، یعنی امام گفتن اونجا، مخالفت با اسلام فقاهتی، موافقت با ملیگرایی و طرفداری از مصدق، یعنی همون اصل استقلال آزادی، مخالفت با گروگانگیری 11، مخالفت با ادامه جنگ 12، و به اصطلاح امری رو که نگفتم و از دید من مطالعه بفرماید اسنادش هست، این است که دلیل اصلیش این بود که بنی صدر با سازش پنهانی این نظام با دستگاه ریگان و بوش مخالف بود و کودتا کردن علیهش. از دید من اینا دلایلی است که این نظام میاره. بعد شما میفرمایید که با خمینی همراه بوده و این رای به من. یک ذره شعور انصاف داشته باشیم، شعوری برای یک ملت قائل باشیم. کردم چیز میکنی تو. خب حالا ببخشید یک جمله دیگه من عرض کنم دیگه عرضم تموم میشه، و اون این است که آقای بنی صدر فرمانده جنگ شد. شما با ارتشیان برید صحبت بکنید، نوارهای زیادی بسیاری در مورد رفتار بنی صدر در جنگ و فرماندهی صحیحش خودش میگه من نظامی نیستم، ولی اصول یک ارتش ملی و دادن اختیار تمامی اونهایی رو که از ارتش این نظام با خفت با تحقیر بیرون کرده بود درجه داد و برگردون به اصطلاح به ارتش. و وقتی که قرضی این همه تانکای خوزستان رو از بین برد با دست خالی، با مدیریتی که مسئولیت دادن به انسان بود، اختیار دادن به انسان بود و مسئولیت خواستن از اون، 6 جنگ رو با کمترین تلفات اداره کرد. اگر نکرده بود چرا آقای بهشتی گفت که بنی صدر سوار بر تانک پیروز بر خواهد گشت و باید این جنگ ادامه پیدا بکنه؟ اگر غلط فرماندهی کرده بود و بلد نبود فرماندهی کنه، مگه آقای خمینی که در قانون اساسی فرمانده قوا بود نظامی بود؟ مگه بسیاری از فرماندهان قوا نظامی هستند؟ مگه وزیر دفاع آلمان شخص نظامی است و تحصیل نظامی کرده؟ سیاست ها رو فرمانده کل قوا تعیین میکنه، سیاست های کلی رو، انتخابات نظامی رو فرماندهان نظامی انتخاب میکنن دوست گرامی.
من چون فرصت نیست و دوستان دیگه میخوان صحبت کنن، عرایزم رو در اینجا به پایان میبرم. ممنون و متشکر از همه عزیزان، همه صحبت ها، سوال ها، چه موافق چه مخالف، هر کسی حق داره نظر داشته باشه، برای من بسیار محترمه. از من خواسته شد به سوال ها پاسخ بدم، اینها هم پاسخ های من بود. یک دنیا ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون خانم وفا. همونجور که گفتیم دیگه لیست رو نمیگیریم، از آقای سعید هم میخواییم که صحبتی در این مورد الان نداشته باشن، چون تقریبا نزدیک به 4 صبح پاریس و نگران من نباشید. ما مجبوریم که ما جلسه رو ساعت 10 ختم میکنیم. نظام من وقت گرفته بودم شما. بله آقای ناظر معذرت میخوام. آقای جانگیر وقت گرفته بودن، ایشون یه دلیلی بله بفرمایید اگه هستن، چون بس که از اتاق رفتن بیرون. بله دوباره من... برگشتن. من بله من افتادم بیرون. بفرمایید. سلام دارم خدمت همه عزیزان. چون شما اسم من رو آوردید، من وقت گرفته بودم، به خاطر این خواستم صحبت کنم. مجددا سلام دارم خدمت همه و خوشحالم که امشب در اتاق بودم و نظرات عزیزان رو شنیدم. خدمتون عرض کنم موضوع اصلی امشب فکر کنم جنبش بوده و تحلیل راجع به جنبش، اینکه تقسیم بندی تحول جنبش رو به 4 قسمت تقسیم کنیم، که من به 4 قسمت تقسیم میکنم، خانم وفا به 6 قسمت تقسیم میکنن، این تفاوتی نمیکنه در تحول جنبش، اینکه ما بگیم در چه مقطعی قرار داریم. ولی جنبش رو اگر بخوایم نگاه کنیم، باید بگیم چرا اصلا جنبش صورت میگیره. اگر جامعه در وضعیت اقتصادیش، مخصوصا اجتماعیش، سیاسی، فرهنگی در یک بنبست قرار نگیره، خواهان تغییرات اساسی و ساختاری نمیشه. اون موقع خواهان یک انقلابه که تغییرات ساختاری در یک کشور ممکن بشه تا مردم بتونن عذر میخوام من کرونا گرفتم، بعد از کرونا ریم درگیر سرفه میکنم، و مردم خواهان این هستن که تحولی در کشور انجام بگیره که اون ساختارهایی که مانع برخوردار شدن شهروندان از حقوقشون میشه و طبیعت از حقوقش که داره همه تخریب میشه، دو مرتبه اینها ممکن بشه. یعنی مردم بتونن خیلی راحت در استقلال و آزادی زندگی کنن، استقلال فردی خودشون رو داشته باشن، از زن مخصوصا و مرد مستقل بشن، از هر گونه وابستگی و آزاد بشن در نوع تصمیمات خودشون در چارچوب حقوقی که یک شهروندان یک جامعه داره. حالا جامعه ما سالهاست که در بنبست بیشتر و بیشتر و بیشتر قرار گرفته و الان خواهان تغییرات اساسی است. یه عده میگن خب حالا تغییر بشه به جهنم، هر کی میخواد بیاد، به هر صورتی میخواد بیاد، اینا برن، نفر بعدی بیاد، بدتر از اینها نخواهد شد. من اعتقاد ندارم، اعتقاد به این دارم که میتواند خیلی بدتر از کسانی که در ایران هستن سر قدرت بیان. چرا؟ برای اینکه ببینید ما یه سامانه‌ای در ایران داریم که قرار بود آقای خمینی طبق قول‌هایی که داده بود، تعهداتی که سپرده بود و بهش عمل نکرد، در واقع خیانت کرد به عهد و پیمان‌هایی که با مردم بسته بود، که اون سامانه دوره شاه رو که ساخته شده بود که اون استبداد یعنی یا اون نظام رو نگه بداره، اینها رو تغییر ساختار بدن. گفت ما زندان‌ها رو از بین خواهیم برد، آزادی‌ها رو در زمینه‌های مختلف که عنوان کرد اینها رو فراهم خواهیم کرد، و اینکه ساواک نخواهیم داشت و غیره. ولی ساواک ماند، 16 تا حراست هم بهش اضافه کرد، فقط اسم کردن ساواک. نیروهای سرکوب اضافه شدن، از همافری که در خدمت بود برای اون نظام، سپاه پاسداران درست شده، بسیج درست شده و غیره. پس بنابراین یک سامانه در کشور هست که برای نگهداری این سامانه انواع و اقسام استبدادهایی که بتونه اونو نگه داره درست شده و بهش هر روز اضافه میشه. الان نگاه کنید سیستم جدیدی درست کردن برای اینکه فشار به زنا بیارن، مستمسکشون هم حجابه، و این رو یک
سامانه جدیدی اضافه کردن به نیروی سرکوبی که در کشور هست. خب مردم اگر میخوان نجات پیدا کنن باید ببینن کی چه برنامه ای داره، آیا این برنامه ها راه حلی برای تغییر سامانه هست که از این استبداد نجات پیدا کنن، دوچار استبداد جدید نشن، یا اینکه نه این استبداد میره تمام این سامانه امکاناتی رو میده به افراد جدید که استبداد جدیدی رو حاکم کنن. این مسئله اساسی است. حالا کسانی که برنامه بیدن آیا با زد و بند با خارجی میخوان فقط به قدرت برسن؟ وقتی به قدرت برسن همه امکانات در اختیارشون هست که بتوانن استبداد جدیدی رو به شکل جدیدی حاکم کنن. اون موقع میخوایم به کی فوش بدیم؟ به اسلام فوش بدیم؟ به روحانیت فوش بدیم؟ به افراد جدید فوش بدیم؟ به کوچه‌ابا فوش بدیم؟ به چی میخوایم مردم بگن که بده؟ نه، اون سامانه باید تغییر پیدا کنه. اینه که برای من شخصا خیلی مهمه کسانی که پیشنهاد و راه حل میدن چه جمهوری خواهان باشن چه پهلوی طلب باشن چه راه حلی رو پیشنهاد میکنن، نه به عنوان چند تا کلمه، بلکه راه حل اساسی اونها چیست، آیا در اون راه حلی که میدن برنامه وجود داره که اون برنامه به ما نشان میدهد که اینها میخواهن از استبداد به دموکراسی گذر کنن یا میخواهن از استبداد به استبداد گذر کنن. اینه که تحلیل وضعیت اجتماعی ایران رو میشه از شعارهای مردم و عملکرد مردم از یک طرف بررسی کرد، از اون کسانی که ادعای جانشینی نظام رو دارن یا بدیل این نظام هستن از برنامه هاشون و گذشته اونها میشه در حقیقت تحلیل کرد. اینکه جامعه سکوت کرده در حال حاضر و آرام شده به دو دلیل، یکی اینکه برخوردهای وابستگرا و نداشتن برنامه صحیح در چارچوب استقلال و آزادی وطن و برخورداری از حقوق، اینها از یک طرف مردم رو سرخورده کرده، از طرف دیگه خشونت بیش از حد استبدادهای. ولی چون یک موضوعی به عنوان شد، من خدمتون از یک بابت میخوام چند تا اطلاع تاریخی خدمتون عرض کنم. و اینکه ببینید تاریخ رو اون گونه که رخ داده است باید پذیرفت و در حقیقت بیانش کرد. اینکه من به دلخواه خودم بگم که نه جناب آقای گلزار ساعت 10:04 3-4 دقیقه دیگه تمام میکنم. بفرمید. اگه اجازه بدید. ببینید هنوز کودتایی نشده بر ضد ونیسه. آقای حسن آیت مسئول سیاسی حزب جمهوری اسلامی است. ایشون نواری ازش بیاد بیرون. تمام مراحل کودتا رو در اونجا بیان میکنه. حزب جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنه از این عمل کرد. این عمل کرد به قدم به قدم از بستن روزنامه ها، حمله به احزاب مختلف و گروه های مختلف، محدود کردن رئیس جمهوری، همه این اون برنامه است که آقای حسن آیت میگه. در کتاب روزها بر رئیس جمهور چگونه میگذرد که گزارشات روزانه است نوشته میشه، بنی سعد این نوار رو میده به مردم، عنوان میکنه مرحله به مرحله کودتا رو که میرن پیش به مردم هشدار میده. ولی همونطور که خانم وفا گفتن به 12 دلیل اینها اومدن و کودتا کردن. آقای خامنه‌ای در مجلس اون رو بیان کرد. به 7 دلیل آقای گیلانی میگه مخالفت با شخص امام آقای خمینی است، مخالفت با فقه حوزوی، مخالفت با سپاه، مخالفت با دادگاه های انقلاب، موافقت با حقوق بشر یک کذایی وقت بهش اضافه کردن. اینها رو به 7 دلیل میاره که میگه که اینو اعدام. خب اگر یه آدمی این شکلی بوده که فقط حکم اعدامش همش آن چیزیست که امروز ما میخواهیم در ایران محقق بشه، در دفاع از حقوق مردم میکرده و نرفته با آقای خمینی هم زده بند کنه. بذارید من یه خاطره بگم از رئیس دفتر آقای قدزاده که میگه من رئیس دفتر آقای قدزاده بودم برای انتخابات آقای قدزاده، ولی خیلی دلم پیش آقای بنی‌صدر بود، از برنامه اون خوشم میمد.
میخواستم به برنامه اون رأی بدم. من نمیدونم چه شکلی شده بود رئیس دفتر آقای قدرت، ولی از اون طرف پرسیدم در بیت امام که حضرت امام به کی میخواد رأی بده. ایشون البته دکترای علوم سیاسی داشتن، در اروپا هم تحصیل کرده، و اونجا گفتن که امام دلش با آقای حسن حبیبی است که با 4.9% ایشون رأی آورد. گفت من رفتم به او رأی دادم. پسر خمینی دو بار عنوان میکنه و قسم میخوره که پدر من به آقای حسن حبیبی رأی داد، نرفت. البته میگه به کاندیدای حزب جمهوری اسلامی که کاندیدای توده، حزب توده هم هست، روحانیت قوم هم هست، نهضت آزادی هم هست، آقای حسن حبیبی بود 4.9% رأی آورد. توجه بکنیم آخه تاریخ اونگوری که رخ داده است آدم باید نگاه کنه. آقای خمینی اگر که قول قراری که با نهضت آزادی اینها جلسه داشتن و حزب جمهوری در حضور آقای خمینی، آقای خمینی پیشنهاد میکنه بذارید آقای شما به نفع آقای حسن حبیبی برید کنار بشید نخست وزیر حسن حبیبی، به به بنی سعد میگن. اتفاق به این شکل افتاده و نام کتاب نامه ها هم وجود داره، نامه هایی که آقای بنی سعد نوشته به خمینی و سران این نظام که آقای رفسنجانی باشه، رجایی باشه و غیره، و در اونجا تأکید میکنه که شما میخواید من دست من رو در جنایت ها ببرید و من در این جنایت ها وارد نخواهم شد. و آخرین نامه ای که داماد آقای اشراقی از طرف خمینی میاره به بنی سعد میده که شما اگر که با به اصطلاح موافقت بکنید با این جنایت ها و در حقیقت اینکه اینها گروگان ها رو میخوان به نفع مردم، در حقیقت به نفع حزب جمهوری به توافق برسن، شما اگه سکوت کنید و در واقع 8 حزب رو و 9 تا روزنامه رو ببندید، عزیز هستید، رئیس جمهور هستید، همه چی. غیر از اون طبق قانون اساسی اول که تفاوت داره با قانون اساسی دوم که ولایت مطلقه فقیه بهش اضافه شده، در اونجا در موقع جنگی رئیس جمهور فرمانده کل قوا می شود. این چیزی نیست. آقای خمینی ضد قانون عمل کرد، گفت من تفویض می کنم، حقی نداشت. ایشون 3 اختیار داشت که اگر پذیرفته می شد ایشون باید حکم داده می شد، نمی تونست که آدم انتخاب بکنه. اون قانون اساسی اون اختیار را در اختیار قرار میداد برای هر رئیس جمهوری که اگر مردم انتخاب میکرد. خیلی ممنونم جناب آقای گلزار عزیز، قربان شما، خیلی ممنون، خیلی ممنونیم، امیدواریم با امید روزی که سخنرانی شما رو بشنوید. خیلی ممنونیم خانم ناظر گرامی. من یه بار دیگه در خدمت شما بودم با بحث سیستم های بازنشستگی. بله، صندوق های بازنشستگی. بله، سیستم هایی که صندوق های بازنشستگی. بله، من یادم میاد و شما باهاتون تلفنی صحبت کردم خانم وفا و گفتیم کانون اینجوریه، دنبال سخنران از سراسر دنیا میخواییم. شما 2 سخنران به ما معرفی کردید، هر دو هم آمده. بله، اینجور یکی آقای گلزار. بله، بودی که آقای مصطفی. دقیقا. شما نسبت به کانون لطف دارید، واقعا اطلاع داریم، کمال تشکر رو داریم و رفقا رو زحمت کشیدن و تونستن این بار تماس رو با شما برقرار کنن. از سخنرانی شما بسیار مثلا تشکر میکنیم و به امید دیدار در آینده. بخشید اگه حضور ذهنشون نصف ساعت 4 صبح ماست از یک کنون شروع شده تا حالا، یعنی من معمولا برای تاریخ و رفرانس اینا حضور ذهن خوبی دارم، ولی حالا شب دیگه. خانم وفا موقع نزدیک سحری هم هست، افطار هنوز روز ما رو میزنه. بله بله. امری سوالی نشد بحثی نداری؟ بسیار از سوال کنندگان محترم، چه موافق من بودن چه مخالف من بودن، مستفیض شدم، استفاده بردم. به هر حال نظر در عالم نظر همه حق دارن و انشالله که این نظرها در کنار هم داستان اون فیل مولوی حقیقت رو بهتر به ما نشون بده. ممنون و متشکر از دعوتتون. خیلی